غروب یک رویا. برنامه از رادیو آزادگان. سلام و درودی با خلوص نیت به همه شما عزیزان هموطن. اگر مورد قبول واقع گردد، برایتان جسمی سالم و روزگاری خوش آرزومندم. در راه زندگی موفق و پیروز باشید. یاران، هممیهنان و دوستان گرانقدر، بار دیگر در خدمتیم با برنامه غروب یک رویا. طلاق. طلاق کلمه‌ای که اگر به ناچار دچار آن شویم و یا حتی تنها راه چاره باشد، در واژه فارسی اثر نامطلوبی در ذهن می‌گذارد. وقتی می‌گویند فلانی طلاق گرفت، حتی اگر بدانیم روزگار اسف‌انگیزی داشتند، در لحظه اول متأثر می‌شویم. زیرا ما ایرانی‌ها طلاق را فقط در روزهای سیاه روزی استفاده می‌کنیم. بسیاری از مدرسین، روانشناسان اصرار می‌ورزند که قبل از ازدواج به نیکویی بیندیشید تا همسر آینده خود را نشناخته‌ای تن به ازدواج ندهید. زیرا نتیجه ازدواج‌های فاقد بررسی زنان و مردان جوانی هستند که در راهروهای دادگستری تهران در انتظار طلاقند. سیاه‌روزی وقتی بر آنان مستولی می‌گردد که دارای فرزند یا فرزندانی باشند. جوانان هم‌میهن، فراموش نکنید بی مطالعه و بر مبنای احساسات ازدواج کردن به شما مسئولیتی سنگین مبتنی بر تکلیف بچه های طلاق را می دهد که اکثرا آینده درستی ندارند، زیرا یا در کنار زنبابا بایستی نسج بگیرند یا شوهر مادر، و وانفزا بر زنانی که اگر از شوهرانشان طلاق بگیرند و درآمد مالی نداشته باشند، پس اندیشیدن با تعمق و نگرش عمیق قبل از ازدواج خدمت هم به خود و هم به فرزندان طلاق است. به هر روی امیدوارم که در این نشست با ما باشید که بتونیم از زوایای مختلف این معضل رو بررسی کنیم. ترانه میشنویم، در خدمت دوستان خواهیم بود. Thank you.
هم نبای من ای که بوده ای آشنای من رفتی و غمت شد بلای من باید این جدایی شد بلای من باید این جدایی چه سازم این رفته از نظر کردن وفا بازایی به چشم بیدار من چنان نقش آرزی پیدایی به دام غم افتادم کی رمیدم از یادم داد یاد تو بربادم باید این جدایی بلای من بی وفای من باید این جدایی هر شب می نالم با خدای دل که از بلای دل کو مرا رهایی طلاق، مسئله‌ای که مدت هاست به اون پرداختیم و از زوایای مختلف و موضوعات گوناگون به اون نگرستیم، البته در حضور دوستان فرهیخته، چه از نظر قانون، چه از نظر روانپزشکی و چه اجتماعی و سیاسی که دخل و تصرفی در مسئله طلاق دارند. امروز به مسئله و موضوع مهمی می‌پردازیم، تعصب در عشق، تعصب در زندگی. کلن تعصب چیست؟ چرا اینگونه ما رو اسیر خودش کرده؟ اجازه بدیم که درودی بفرستم خدمت بانو دکتر میترا بابک عزیز، روانکاو برنامه ما، که در بسیاری از برنامه ها با ما هستند و مسائل مختلفی رو از دید ایشون می نگریم و ما رو راهنمایی میکنن. گرمترین درودها خدمت شما بانو دکتر میترا بابک عزیز. درود بسیار بسیار گرم به شما عزیزم و عزیزانی که توی این برنامه شرکت کردن و همچنین همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. چه بحث مهمی رو خانم ارشادی امروز
یا امشب میخواییم باز بکنیم مسئله تعصب که واقعا بیداد کرده، تاریخی بیداد کرده و مخصوصا در کشور ما میبینیم که تعصب چه ها که نکرد، چه بلاهایی که به سر خورد و کلان نیاورد، مخصوصا موضوعمون در مورد طلاق و همین مسئله تعصب چقدر واقعا جنایت ها و اتفاقات بسیار ناگواری در خانه و خانواده برای فرد و افراد جامعه و همچنین سیاست به وجود آورد. تعصب واقعا تعصب چیست؟ زمانی که انسان به یک موضوعی و یا به یک موضوعاتی بسیار اهمیت میده و اون رو میکنه آویزه گوش و جان دل خودش و چشمها و گوشهاش رو میبنده و به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنه. به قول انگلیسی میگه نرو مایندد، یعنی فقط یک بعدی نگاه کردن. انسانی که یک بعدی نگاه میکنه متاسفانه افکارش و اون سلولهای مغزش جلوگیری میشه از رشدش و به تنها چیزی رو که باور داره به اون فکر میکنه و نه به مسائل دیگه و هرگز از خودش هم سوال نمیکنه. متاسفانه اولا بذارید تو پرانتز بگم که تعصب‌های متفاوت داریم، ولی بدترین تعصب، خطرناکترین تعصب به نظر من تعصب دینی، عقیدتی، فرهنگی، نژادی است و این سه تاست که خیلی خیلی خطرناکه و در کشور ما و در جامعه ما میبینیم که بیداد کرده، مخصوصا تعصب عقیدتی، دینی و فرهنگی، مخصوصا این دوتا خودش رو در تاریخ خیلی زیاد در همه دنیا و مخصوصا در جهان اسلامی و یا عقیدتی با هر شکل و اسم و شکلی که در بذاریم در کنارش متاسفانه میبینیم که بیداد کرده. در کشور ما تعصب فرهنگی در کنار تعصب اجتماعی و تعصب مذهبی یه میکسی از خودش بیرون آورده که این میکس شدیداً باعث عدم رشد خانه و خانواده شده. در تعصب فرهنگی میبینیم که ما از قضاوت شدیداً میترسیم، یعنی یکی از عواملی که تعصب رو ما بیشتر در خودمون رشد میدیم ترس از قضاوته، که فکر میکنم دیروز در برنامه حقوق زنان یه مقدار بهش پرداختیم که چقدر خطرناکه وقتی که انسان از ترس از قضاوت پیدا میکنه. وقتی از نظر ناحیه دینی بهش نگاه میکنیم میبینیم که میگه فقط دینی که به تو تحمیل شده و فقط کتابی که به تو تحمیل شده، یعنی ما وقتی به خودمون میای میبینیم نه اسممون رو انتخاب کردیم، نه فرهنگمون رو، نه دینمون رو و نه جایی رو که به دنیا اومدیم و نه پدر مادرمون رو، ما هیچ چیز رو خودمون انتخاب نکردیم و همه اینا به ما تحمیل شده و متاسفانه ما خودمون بار این تحمیل رو خیلی قویتر و سنگینتر بر دوش و جان خودمون داریم میکشیم و بسیاری از ما هنوز بیدار نشدیم به عنوان یک بالغ. آیا تمام این مسائلی که من گفتم، تمام این پوینت هایی که گفتم تحمیل شده به من هست؟ آیا منطقی هست از دیدگاه من؟ آیا قابل قبول هست به عنوان یک بالغ، یک انسان رها و بالغ و آزاد از دیده من؟ و بسیاری از ما متاسفانه هنوز به اون رشد قدرت و توانایی خودمون رو نخواستیم برسونیم، نه اینکه نرسیدیم بلکه نمیخواهیم برسونیم و ماندیم در اون مرداب و گرداب و لجنزار تحمیل خودمون. ما میبینیم که این تعصب فرهنگی و مذهبی چه ها که نکرد. شما نگاه کنین، حالا سیاسی هم در کنارش قرار گرفت و نظام جمهوری اسلامی در عرض این 40 سال چه جنایت هایی که نکرد، مخصوصا جنایت بر زن و حقوق زن، و امام جمعه اصفهان دستور داد، فتوا داد که عسید رو میتونین یه مقدار آبم قاطیش بکنید و زنان بی‌حجاب رو به هراسانید و دیدیم که حداقل 6 تا 10 تا زن
مهربانو و مهردخت ما چجوری اسید بهشون پاشیده شد و تمام این سالها هیچ کس هنوز نتوانست پیداشون کند، عاملان این حرکت زشت و بربری رو. و جالب اینجا، جالب که نه، تأسف بارتر اینجا اینه که کاملا مشخص طبیعتاً عوامل مشخصن کیستن و طبیعتاً کسانی که همچین حرکتی رو کردن هرگز چون دستور گرفتن حمایت میشن و هرگز هم دستگیر نخواهند شد، مگر اینکه روزی به اون عدالت و آزادگی خودمون برسیم، به اون دموکراسی خودمون برسیم و اینا رو در یک دادگاه عدالت انسانی و نه مذهبی و نه دیکتاتوری، بلکه عدالت انسانی که آقای رحیمی عزیزمون متخصص این قضیه هستن و بیشتر در موردش توضیح میدن، روزی همه اینا واقعا به اون دادگاه عدالت برسن. برای اینکه زمانی که من مرد و من زن فرق نمیکنه، مخصوصا من زن، اسید به روی صورت من پاشیده میشه، تو دیگه منو کشتی، من دیگه زنده نیستم و تا آخر عمرم باید این مرگ و این انسان سوخته و مرده رو باید به خودم بکشونم. ولی بعضی از این عزیزان ما در تمام دنیا، چه در پاکستان و چه در ایران، البته بسیار نادر، تونستن بیستن در دنیا و از حقوق خودشون دفاع کنن. در کشور انگلستان هم الان یکیشون سلبریتی شده، برنامه های خیلی خوبم بهش داده میشه که اجرا بکنه و خوشبختانه بعضی از این عزیزان قربانی میبینیم که تونستن بیستن و از حق و حقوق خود و امثال خود دفاع کنن. اما آخ و فریاد که انسانیت هم آرزوست، بسیاری از این عزیزان هنوز حق و حقوقشون گرفته نشده. پس وقتی نگاه میکنیم خیلی خلاصه میبینیم عقیدتی مذهبی بسیار خطرناکه و فرهنگی بسیار خطرناکه و در کنارش سیاست به سیاست دیکتاتوری مذهبی عقیدتی و داعش صفت چقدر میتونه مصیبت آور باشه. من الان بسنده میکنم قبل از اینکه خانم ارشادی من رو متوقف کنن، بریم سراغ عزیزان دیگه تا بعد هنوز در خیانتون هستم و به سوالات دیگه جواب خواهم داد. سپاسگزارم بانو، خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید. بریم سراغ میهمان عزیز دیگری، بانو ویدا تهرانی، مشاور خانواده و مشاور کودک که امروز با ما هستن، بهشون خوش آمد میگم. بانو تهرانی گرام، در مورد تعصب صحبت میکنی. در ابتدای عشق و عاشقی دو زوج، حالا زوجم نشدن دو تا دوست دختر و پسر، خودتو بپوشون، من دلم نمیاد به اون نگاه کنی، تو فقط مال منی، مالکیت ها، تعصب ها، خونه مادرت اجازه نداری بری، فقط با من میری، خرید نمیری، من خرید میکنم. تعصباتی که در دوستی، در عشق، در زندگی به وجود میاد، به زعم شما این رو چگونه میبینی؟ چقدر تأثیر مخرب در زندگی داره؟ من هم درود عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در این برنامه حضور دارن و همه شنونده های خوب و دوست داشتنی برنامه رادیو صدای آزادگان. متاسفانه تعصب از هر نوع نگاهش باشه، در هر زمینه‌ای که باشه، چیز مخربی هستش و آثار بسیار سویی رو در زندگی افراد میذاره، حالا از هر نوع بودی که بخوایم نگاه کنیم. تعصب به هر چیزی میتونه ویرانگر باشه. من بر اساس حالا تقریبا 3 سالی که در دادگاه خانواده فعالیت میکردم، میتونم به جرئت بگم که 90% از ازدواج هایی که منجر به طلاق میشد، وقتی که روانکاوی میشد و باهاشون بحث میکردی، صحبت میکردی، درد دلهاشون رو میشنویدی، میدیدی که در قبل از ازدواج، مخصوصا قبل از ازدواج، در دوران نامزدی، در زمانی که به هر حال با هم دوست بودن یا هنوز تعهدی رو بر اساس اون فرهنگی که ما داریم که حتما تعهدی باید باشه، عقد رسمی باید انجام بشه، این افراد در اون دوران قبل از این تعهد رسمی چیزهایی رو که تعریف میکنن واقعا تعصبات خیلی دردآوری که حتی فکر کردن بهش هم آدم رو اذیت میکنه وجود داشته. ولی خب معمولا افراد قبل از ازدواج سعی میکنن که چشاشون رو ببندن، چون تصورشون اینه که حالا در مسیر زندگی درست میشه، در مسیر زندگی تغییر میکنم، یا الان
خب حالا خیلی جدی نیست، الان همونجور که شما فرمودین دوستم داره، عاشقمه، از رو عشق، و خب خیلی مواردم هستش که فکر میکنن فردای ازدواج قراره بیل و کلنگ بگیرن دستشون و همدیگر رو بسازن و برای یک زندگی در آرامش قدم بر نمیدارن، برای اینکه همدیگر رو بسازن همه این مسائل رو کنار میان با همدیگه که حالا بعد از ازدواج درست میشه. بعد از ازدواج حالا این همه حساسیت کم میشه، وقتی که ازدواج بکنیم دیگه خیالش راحت میشه که من به اون تعلق دارم و توجیهاتی که فقط دردآوره. متاسفانه تعصب در روابط زنان و مردان، در رابطه عاشقانه یا رابطه عاطفی، از اون نگاه تملک، من احساس میکنم در فرهنگ ما یه مقدار بیشتر از اون نگاه تملک میاد که ما فکر میکنیم معمولا آقایون در کشور ما، در فرهنگ ما فکر میکنن که وقتی که همسری رو انتخاب میکنن، یاری رو انتخاب میکنن که کنارشون باشه، پارتنری رو که دارن، حس مالکیت دارن، یعنی مثل تمام وسایلی که در اطرافشون هستش که باید بخرن و مال خودشون هستش، این حس مالکیت رو روی یک انسان دیگه‌ای که مثل خودشون هست و از حقوق برابر و مساوی باید برخوردار باشه دارن و این مالکیت بهشون، این حق مالکیت بهشون این تعصب رو میده. و متاسفانه خیلی از طلاق ها چیزی که من خودم حداقل تا چند سال پیش شاهدش بودم، سرچشمش، شروعش از همین تعصبات و این نوع نگاه اشتباه و مالکیت های اشتباه است که مردها نسبت به همسرشون دارن. البته که برعکسش هم هست، ولی خب انقدر کم و استثناست که حالا بیشتر بودی که به چشم میاد بحث تعصب آقایون به خانوما هستش، تعصب یک مرد به زنش هستش و در موارد بعدها هم بعد از زندگی خب این تعصبات و این تملکات به فرزندانشون، مخصوصا به فرزندان دخترشون هم ادامه پیدا میکنه. اگر یاد نگیریم که ما مالک همدیگه نیستیم، ملک شخصی همدیگه نیستیم، کالا نیستیم که خریداری شده باشیم و اون فردی که این کالا رو تهیه کرده حق تملک و حق مالکیت داره رو جسم و روح و جان یک فرد، میتونیم تعصباتمون رو کنترل بکنیم. شاید در برخی از موارد بشه گفتش که اگر تعصب نباشه، اگر اون تعصب کورکورانه نباشه و انسان‌ها در یک رشد فکری و بلوغ فکری بتونن با همدیگه صحبت بکنن نسبت به مسائلی که حالا بنا به فرهنگشون یا بنا به موقعیتی که دارن دوست دارن که اون مسائل از طرف مقابلشون رعایت بشه، نه اجبار، نه تعصب، نه نگاهی کورکورانه نسبت به مسائل، شاید خیلی راحت تر بشه مشکلات زندگی رو برطرف کرد و به یک راه حل مناسب رسید. اما زمانی که تعصب وجود داره و ما تصمیم میگیریم که بابت اون چیزی که بهش اعتقاد داریم رگ گردنمونم بدیم، اونجاست که خب خیلی اتفاقا، خیلی فجایع، خیلی مسائل اتفاق میفته و پیش میاد که در اکثر مواردشون نتیجهش فاجعه هایی هستش که فقط باید افسوس خورد و هیچ کاری شاید دیگر دست کسی بر نیاد. به طور مثال همین مورد اسید پاشی که هم دکتر بابک هم مطرح کردن، واقعا اون تعصب کورکورانه، اون اشتباه وحشتناک جان یک انسان رو گرفت. جان کشیدن یک زن فقط به نفس کشیدنش نیست، به اینکه حیات داشته باشه و راه بره نیست، اینکه زیبایی یک زن، صورت یک زن ازش گرفته میشه، خب میتونه حکم مرگ اون زن رو داشته باشه و این از همون تعصب کورکورانه سرچشمه میگیره که یا اگه مال من نیستی برای هیچ کس هم نباش، من تو رو به این شکل در میارم، یه بلایی سرت در میارم که دیگه اگه برای من نیستی برای هیچ کس هم نباش، یعنی ملک شخصی منی، خب حالا که مال من نبودی میزنم خراب میکنم که هیچ کس هم نتونه از این ملک استفاده کنه. و یا بنا به موردهایی بوده که من خودم شاید درگیرشون بودم و دیدم، اینکه زن و مردی با هم زندگی میکنن ولی تصور آقا این هستش که یک
نقص عضوی در چهره خانومش به وجود بیاره که دیگه نگران نباشم که حالا بعدها کسی به تو نگاه میکنه. اینکه حالا چون تو زیبایی اگه پرده خونه یه مقدار کنار هستش، پسرهایی که سر کوچه جمع شدن به خاطر تو جمع شدن که مثلا تو دم پنجره رد میشی تو رو نگاه بکنن. اون تعصبه باعث میشه که دردآور یک نقص عضوی، یک حرکتی رو در چهره همسرش انجام بده که حس مالکیتش رو تداوم ببخشه و احساس بکنه که خب دیگه این برای خود من هستش. متاسفانه بزرگترین درد یک خانواده شاید بشه گفتش که این تعصب و تصور حس مالکیت هستش. در خدمتون هستم اگر تونسته باشم پاسخ رو درست ادا کرده باشم. حتما همینطوره، برمیگردیم، سوالات دیگری هم از حضورتون خواهم داشت. اما بانو آرامیس عزیز میهمان برنامه ما هستن که بهتون خوش آمد میگم و درخواست میکنم که خودتون رو معرفی کنید. سلام، آرامیس رهنمود هستم، دکتر جنرال پروتکشن تو اسپیشال سایکیاتری، دانشجوی سال دوم روانپزشکی از UCLA لس آنجلس کالیفرنیا. بفرمایید سوالتون رو میشنوم و نوروز باستانی هم به همه عزیزان ایرانی تبریک میگم. امیدوارم همه جای دنیا شاد، خرم، بدون تعصب تو هیچ مرحله زندگی شادی رو داشته باشی. سپاسگزارم همچنین برای شما. در مورد تعصب صحبت میکردیم بانو آرامیس عزیز که تعصب چقدر مخرب و چقدر صدمه میزنه در هر قسمتی از فرهنگ، سیاست، به انسان بودن صدمه میزنه. شما به عنوان یک جوان این رو چگونه میبینید؟ تعصب رو در مابین همسنای خودتون که میدونم خیلی در ارتباط هستید، این چگونه برای شما جا افتاده؟ تعصب رو با چه دیدی میبینید و چگونه ترجمه میکنید؟ خانم ارشادی عزیز، من یکی از چیزهایی که خیلی عجیب توی این چیزها دیدم، توی این روابط و زندگی ها دیدم، از بین مشاوراتی که حالا اینو به شکل اینترن برگزار میکنیم بین خانواده ها دیدم، یکی از چیزهایی که مشاهده کردم اینه که خانواده ها بعد از مهاجرت هستش و تعصباتی که آقایون بر سر کارشون دارن و چه میشه که باعث پاشیدن یک زندگی از هم میشه. اینجا وقتی یک آقای مهاجرت میکنه به وسیله خانوادش، حالا میاد امریکا میاد هر جای دنیا، خب حالا آقا مثلا مدیری بوده توی ایران، یک برای خودشون به عبارتی آقایی بودن و آقایی میکردن، اینجا زندگیشون فرق میکنه، اینجا باید منشی، باید اوبردرایور یا هر چیز دیگه ای باشن. متاسفانه افرادی که تحصیلات بالایی دارن تو ایران، نه افرادی که تحصیلاتشون کمه، تعصبی دارن و هیچ وقت کارهای پیش پا افتاده رو قبول نمی‌کنن. مثلا بتونن سکرتر باشن یا یا گارسون باشن یا هر چیز دیگه ای. در این شرایط میشه که پیش میاد که آقا کار نمی‌کنه یا دست از کار میکشه یا این تعصبش باعث ایجاد ناخوشنودی براش میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ خب من تو اینجور مسائل خانم ها میان بحث اکونومیکالی خانواده رو با عهده میگیرن و پیش میبرنش. این تو تمام مشاوراتی که دیدم یا حضور داشتم یا خودم انجام دادم، این به شدت به وضوح یافت میشد، مخصوصا حالا افرادی که از اقشار مختلف که عملا تو ایران اقشار خوب و تحصیل کرده هستن که میاد اینجا و متاسفانه خانم ها وقتی که کار میکنند و آقایون از این مسئله اکونومیکی که خودشون برای خودشون تعصبی رو داشتن که حالا من یه مردم باید چرخ مالی خانوادم و اکونومیکی خانوادم رو تأمین کنم و نمیتونم، میاد و به وسیله تعصباتش اینو برای خودش واقف میکنه، اینکه من خب الان دیگه من میتونم با این وچه خودم رو نگه دارم، باید یک تعصبی نشون بدم، بهت بگم اینجوری نرو، برات خط قرمز تعیین کنم و این باعث میشه که یک اختلاف نظری پیش بیاد و نهایت این تعصب که باعث ایجاد اختلاف نظر شده، پاشیدگی خانواده از هم در دیار غربت خواهد بود. اصلا این ربطی به داخل ایران هم نداره، به خروج بیشتر اومدم بحثی رو برای عزیزانی که غربت نشین هستن باز کردم، هر کجای دنیا خیلی ناراحت میشم که گاهی این اخبار رو میشنوم که به قول شما توی ایران هم پیش میاد و کاری از دست من بر نمیاد، ولی با این حال
سعیمو میکنم که حداقل آبی به آتیش این عزیزان باشم. یکی از چیزایی که خیلی با من صحبت کردن دربارش، تعصبات فقط در میان زوجین نیست، البته که زوجین هم خیلی هستش. مثلا تو ایران به من زنگ زده و من میگه که من نمیتونم مشاوره بدم، مشاوره برم، به خاطر اینکه همسرم تعصب داره که تو این مشاورات حرفی علیه من زده میشه. خب به من میگه مشاوره نرو، و اینکه مشکلاتشون همینطور تشدید میشه. چاره چیه؟ وقتی که همه جوره دربار روی خودشون میبندن به خاطر تعصب‌های بیجا و بیمورد. تعصب یک شاخش، زیر شاخه میتونه باشه از زمینه حالا ظاهری که نرو بیرون و به اون وسیله نقص عضوها میان طرف رو به تملک خودشون در میارن، به ظاهر به تملک خودشون در میارن، چون واقعا چاره ای نمیمونه وقتی کسی که هیچ چیز نداره و به قول شما زن مرگ به زندگیش میپاشن، دیگه میخوای چی کار بکنه. اینجاست که میمونم. تنها چیزی که راه حلی که میمونه اینه که پیشگیری هایی رو داشته باشیم برای عزیزانی که در حال شامل تعصبات میشن. از همون شروع آغاز یک زندگی براشون باید بهشون راه ها رو نشون بدیم، تعصبات رو ازشون بگیریم، ازشون بخوایم که زندگیشون رو بدون این تصور این تعصبات پیش ببرن و ببینن میتونن به نتیجه برسن یا اینکه نه، میبینیم مخالفت هایی از طرفین وجود داره، نه من نه شما اصلا تن به این مسئله نمیگیم. خیلی هم بهتر چرا چیزی شروع بشه که به خاطرش بخواد با آتشش یک زندگی رو بخواد سیاه بکنیم. این دیدگاه منه نسبت به این قضیه و دیدگاه درمانگریمه نسبت به این قضیه شرم‌آور و دردناک تعصب که همه جا هست، فقط بین ازواج هم نیست، همه جا دامنگیر ما هست. گفتم یک نمونش بین عزیزان خارج ایران که چه شکلی به وجود میاد، یک نمونش هست بین زوجهای داخل ایران که خیلی دیگه هستش، از نوع پوشش بگیر تا نوع روابط تا حتی بین خانواده هاشون، تا خط قرمز هایی که این خط قرمز ها میشه شروع یک تعصب و شروع یک مسئله برای عزیزان که نارضایتی خواهند داشت تو این زمینه. و دیگه به آخر خط میرسن نخواهید شما راهکار درمانی مون از همون اول با پیشگیری اقدام میکنم. امیدوارم که این نظر من سپاسگزارم. چه دیدگاه هم چه این برای عزیزان قابل توجه بوده باشه. خوشحال میشم که در این گفتگو سهیم باشم. سپاسگزارم از نظراتتون. حتما سوالم بعد میگردیم، سوال دیگری از خدمتون دارم. اما جناب رحیمی، مرد قانون بحث امروز ما، خوش آمدید جناب هوشمند رحیمی گرامی. در مورد تعصب صحبت میکنیم. چندی پیش حتی در یکی از این برنامه‌های طلاق اگر به خاطر داشته باشید، یک ویدیویی رو پخش کردیم که خانومی اعلام میکرد من اجازه تلفن ندارم، تلفن رو قفل کردن با افراد مرد، پسرخاله، پسردایی، حتی برادرم، مردهای فامیل نمیتونم صحبت بکنم، و اینکه حالا چه برسه دیگه برم خرید و مسائل دیگه، هیچ مردی رو نباید ببینم. قانونی است در چشم مرد نباید یک زن نگاه بکنه. یه مقدار در مورد قوانین بفرمایید. آیا قوانینی که در رابطه با تعصب در زندگی زوجین هست چه میگه؟ چگونه عمل میکنه؟ درود بر شما خانم ارشادی عزیز، درود بر شنوندگان ما هر جای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند، درود بر خانم دکتر نازنین، خانم دکتر بابک عزیزم، خانم تهرانی و خانم آرامیس اگر اشتباه نکنم اسمشون رو. عرض کنم که اجازه بدید قبل از اینکه من پاسخ بدم این پرسش، اول نوروز باستانی رو تبریک بگم به همه کسانی که این جشن رو، این آیین رو جشن میگیرند، تاجیک ها، افغانستانی ها، ایرانی ها، و یک تسلیتی به وسعت ایران که ما در این نوروز چقدر از هم میهنانمون رو بر اثر بیکفایتی و بیتدبیری مسئولانمون و تمامیت خواهی علی خامنه ای و سپاهش بر روی سدسازی های غیر اصولی و عدم رفتار درست و غیر اصولی با محیط زیست دیدیم که سیل هایی آمد و
همیهنانمون رو از دست دادیم که واقعا دردناک هست. اما تعصب مشخصا در قانون چیزی به عنوان تعصب ذکر نشده، اما این تعصب همیشه از طرف آقایون روی خانوم ها نیست، گاهی این تعصب از سوی خانوم ها روی آقایون هم هست. من بارها شاید در مراجعه کنندگانم دیدم که مشکل از این سمت بوده. اما این واژه خودش واژه‌ای هست که به نظر من یکی از واژه‌های بدی هست که ما در کشورمون داریم و باید این واژه رو پاکش بکنیم. تعصب یعنی چی؟ ریشه تعصب از اسلام میاد، از دین مرد سالاری میاد که این رو به مردها و به پیروانش آموزش میده که الرجال و قوامون علی النساء، مردها قائم بر زنان هستند و این بده، برای اینکه زن جزء مایملک مرد به حساب میاد. بارها گفتم وقتی ما داریم ازدواج میکنیم از نگاه قانونی ما داریم یک عقد میبندیم، یک قرارداد میبندیم. همین که در قانون و در عرف و سنت کشور ما برای ازدواج یک موضوعی مثل مهریه مطرح میشه، یعنی ما داریم خرید و فروش میکنیم، یعنی داریم ثمنی رو، یعنی مبلغی رو تعیین میکنیم در ازای خرید این خانم. و متاسفانه میبینیم که خانواده های ما حتی سر این قیمت با هم چشم و همچشمی هم میکنن. اگر دختر فلانی 1398 تا سکه داره، تو باید 1399 تا سکه داشته باشی تا چش فامیل درآد، در صورتی که این اصلا درست نیست. اگر ما واقعا آموزش درست رو بدیم، من گمان نمیکنم، بارها این رو گفتم تو این برنامه، گمان نمیکنم هیچ مرد ایرانی بپذیره که دخترش رو با این وضع به خانه یک مرد دیگر برسونه. اساسا تعریف ما از ازدواج مشکل داره داخل کشور، برای اینکه ما ازدواج رو در واقع ببینید، مثلا میگه بچه‌م سر به راه نیست، براش یه زن میگیرم درست میشه. زن و شوهر با هم نمیسازن، میگن بچه دار شدین درست میشه. این نگاه ها، یعنی ما فقط داریم نگاه میکنیم خب حالا مثلا یه دختری رو ما بیاریم بدبخت بکنیم که مثلا فرزند شما دستش کجه، ممکنه بر اثر ازدواج کردن حالا، یا دست بزن داره بر اثر ازدواج کردن اینها درست بشه، که نمیشه. خب یکی از این مسائل همونطور که شما فرمودید ارتباط با دیگران است. ببینید در قانون ما میگه مرد، چون قانونی که ما داریم ریشه در فقه داره، مخصوصا وقتی وارد مسائلی مثل حقوق خانواده میشیم که اصلا دیگه کامل قش میکنیم به سمت اسلام و قوانین فقهی و اسلامی. عرض میکنم که میگه یک زن اگر میخواد کار بکنه باید اجازه همسرش رو داشته باشه. حالا در همه موارد باید اجازه همسرش رو داشته باشه، یعنی شما یک خانم وقتی میخواد بره پاسپورت بگیره حتما باید اجازه همسرش رو داشته باشه، اگر اجازه همسرش رو نداشته باشه نمیتونه پاسپورت بگیره. اما در مورد کار کردن اصلا اوضاع دیگه اسفناک میشه، یعنی کار کردن و درس خوندن به جایی میرسه که میگه که مرد اگر منافی با شؤون خانوادگی خودش بدونه میتونه جلوی زن رو بگیره. من یک پرونده‌ای رو خاطرم هست که آقا مهندس بود، مهندس عمران بود و خانم دانشجوی آرشیتکتی، دانشجوی معماری بود و آقا میگفتش که من دوست ندارم که این بره دانشگاه. خانم میگفت چرا آخه بابا، من درس خوندم، زحمت کشیدم تا اینجا اومدم،
میگفتش که نه اه میخوای بری دانشگاه، ببخشید عذر میخوام از این واژه که بکارم، میخوای بری دانشگاه که با همکلاسیات و با استادات لاس بزنی. این نگاه یک آدم تحصیل کرده به اصطلاح خودش به زنش هست. یعنی انقدر این آدم، ببینید ریشه اینها در عدم اعتماد به نفس هست به نظر من. غیر از این خانم دکتر؟ دقیقا درست گفتید، پارت بزرگش ریشه اینها در اعتماد به نفسه. اینها اعتماد به نفس ندارن، اینها هنوز شناخت درست ندارن. یک زن و شوهری که با هم دیگه، حالا الان که الحمدلله دیگه ازدواج سفید هم آمده، الزاماً زن و شوهر نیستن، اما یک زوجی که کنار هم هستن، حالا چه با عقد نکاح چه بدون عقد نکاح، اینها اگر اعتماد به نفس درست داشته باشن و اگر به این بلوغ فکری رسیده باشن که زمانی که دارن ازدواج میکنن دارن به هم تعهدی رو میدن و این تعهد ریشه هایی داره و الزاماً هر کس، آخه دید ما انقدر بده، ما میگیم اگر زنی خندید یعنی داره نخ میده، اگر مردی با یک زن دیگه مثلا صحبت کرد حتما یه چیزی بینشونه، حتما مرده مثلا یه خواسته ای داره. اینها عدم آموزش، عرف غلط، سنت های غلط، تمام منجر شده به این فاجعه ای که ما امروز داریم. همونطور که گفتم این تعصب ها فقط مختص آقایون نیست، بسیار مواردی رو دیدم که خانوم ها از اینی که آقایون در سر کارشون با خانوم های دیگه در ارتباط بودن مشکل داشتن، اما نمود پررنگش از سوی آقایون در جامعه ما به این دلیل است که ما یک جامعه مرد سالار هستیم و مرد میتونه جلوی کار کردن زن رو بگیره، اما زن این سازوکارها رو در دست نداره که بخواد همچین کاری بکنه. این رو بگذاریم کنار. یک مطلبی رو میخواستم بگم که از ذهنم پرید، در خدمتون هستم، امیدوارم که استفادهتون داده بشه. سپاسگزارم. در مورد موارد مختلف دیگرم حتما ازتون سوال خواهم کرد، برمیگردیم. اما بانو دکتر میترا بابک عزیز، گاهن میبینیم که آقایون به زنشون میگن که، حالا به عشقشون، دوست دخترشون میگن که به تو اعتماد دارم ولی به دیگران اعتماد ندارم. یعنی تعصب رو میخوان بندازن یا این بی‌اعتمادی، بی‌اعتباری خودشون، تربیت غلط خودشون، ضعف‌های خودشون رو به گردن مردم بندازن، که البته این در جامعه ایران غیر معمولی هم نیست، چون ما هر کاری رو به گردن دیگران میندازیم. نظر شما در این رابطه چیه؟ دقیقاً، خیلی ظریف برخورد کردین در مورد این سوال خانم ارشادی. متأسفانه پدر مادرام همین صحبت و همین جمله رو همیشه به بچه‌هاشون میگن. وقتی بچه میگه یا تینیجر یا نوجوان یا جوان میگه مگه به من اعتماد نداری، میگه چه به تو اعتماد دارم مادر یا بابا جون، ولی به جامعه اعتماد ندارم. جامعه رو کی میسازه؟ جامعه رو من و توی انسان، من و توی پدر مادر، من و توی فرزند. و متاسفانه همونطور که گفتید ما عادتمونه، ما یک فرهنگی از زشت در این فرهنگی که نهادینه شده در فرهنگ ما مقصر شناختن دیگرانه، یعنی انگشت اشاره به طرف خودمون نیست، همیشه به طرف دیگرانه و یک بهانه بسیار زشت و کریه و مسخره‌ایه و تحقیر به نظر من. زمانی که من به فرزندم، حالا بحثمون در مورد همسر، زمانی که من به همسرم برمیگردم میگم من به تو اعتماد دارم، دقیقاً دارم دروغ میگم، دقیقاً دارم دروغ میگم، چون نه به خودم اعتماد دارم و نه به تو اعتماد دارم. یا مشکل بدبینی دارم، بیماری بدبینی دارم و یا آسیب‌های کودکی که به من وارد شده و منو از همه رانده، چون ما از کودکی میدونیم که از کودکی همیشه ما بدبین بچه رو بار میاریم، همیشه از ترس از قضاوت و بدبین بودن به دیگران. و یا اینکه خودم کاره‌ای هستم، خودم آنکاره هستم و چون خودم آنکاره هستم همه رو آنکاره میبینم. متاسفانه ما از یه همچین معضلی ممکنه برخوردار هستیم و اینجوری تفهیم میکنیم به زور به همسرمون که به جامعه اعتماد ندارم ولی به تو اعتماد دارم. این نهایت تحقیر کردن به نظر من چه فرزنده و چه همسر آدمه، که آدم به همسرش بگه من به جامعه اعتماد ندارم ولی به تو اعتماد دارم. اینجاست که بعد بایستم، من همسر بایستم
و بگم که جامعه رو کی میسازد؟ جامعه رو من و تو میسازیم. و درسانی، اگر تو به من اعتماد داری پس نباید از من بترسی، پس نباید از ما بترسی و جامعه رو و اون محیط و اون مجموعه و جامعه که من دارم میرم و اون خانواده که دارم میرم در کنارشون و اون مهمونی که من دارم میرم، اگر تو به من اعتماد داری دلیل نیستش که تو بترسی. ببین خانم ارشادی، خوشبختانه الان یک مهربان در کنار ما هست و خیلی خوشحالم که آقای رحیمی با ما همکاری میکنن. واقعا همیشه ازشون میاموزم و لذت میبرم، از طرز بیانشون هم بسیار لذت میبرم. آقای رحیمی، شما میدونین من چی میگم. یک زن درست از نظر جسمی ضعیفه، بدون شک، شکی درش نیست. ما با تفاوت ما با مردها جسممون ضعیف‌تره. ولی از نظر روانی ما بسیار بسیار قوی‌تر هستیم. و یک زن به راحتی میتونه خودش رو محافظت بکنه، وقارش رو، حرمتش رو و احترامش رو. به راحتی، مگر اینکه به زن تجاوز بشه. در غیر این صورت ما زنها هستیم که میتونیم خیلی راحت آقایون آنچنانی رو سر جاشون بشونیم. خیلی راحت. نه دو با دوا، نه با خشونت و نه با شرب پا کردن، بلکه با رفتار و نگاه به راحتی طرفم متوجه میشه که من نوعی اهلش نیستم. به قول انگلیسی ها get lost. و زمانی که من خانم دکتر ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، من مخالفم با اینکه زنها ضعیف تر هستن، برای اینکه ما نمیتونیم اساسا مقایسه بکنیم این دو فیزیک رو با هم دیگه. یعنی زنها هم قوی هستن به نوبه خودشون، یعنی در چیزهایی زنها قوی هستن که شاید ما مردها نتونیم قوی باشیم. شما ببینید حس هنری زنها چقدر از مردها قوی تره. بعضن آقای رحیمی، شما من گفتم که از نظر روانی زن بسیار قوی تره. آف کورس، بدون شک ما زنهایی هم داریم که جسمشون قویه، چون رفتن کاراته، رفتن بدنسازی، خیلی هم قوی هستن. ولی به طور کلی اگر صحبت بکنیم، ببین خانم ها میتونن در آن واحد چندین کار انجام بدن، به چند تا سه چیز فکر کنن، ولی آقایون به ندرت میتونن همچی کاری بکنن. و من وقتی پای تلفن حرف میزنم هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم. دقیقاً. در صورتی که دیدین بعضی از یه لوگوهایی هست یا کاریکاتورایی هست که 5 تا 6 تا مادر زن دست داره، با یه دستش داره بچه داری میکنه، با یه دستش تلفن میکنه، با یه دستش داره جارو میکنه، با یه دستش داره آشپزی میکنه. بدون شک دقیقا همینطوره. ولی بحث ما یه بحث دیگه است. بحث ما در مورد اون اعتماد نداشتنه و این جمله مسخره‌ای که میگه من به تو اعتماد دارم ولی به دیگران اعتماد ندارم. و اینجاست که ما باید بیستیم. اولا به خودمون اعتماد داشته باشیم. زمانی که من به خودم اعتماد دارم، پس به دیگرانم راحت‌تر میتونم اعتماد داشته باشم. و بعدش هم در خیلی عذر میخوام. الو، صدا من داریم؟ میخواستم یک سوال بپرسم. اینه که دقیقا چرا یک آدم نمیتونه به خودش اعتماد کنه؟ چرا اعتماد به نفس یا سلف بلیف اینقدر بیاد پایین که برای ارضای این حس بد توی وجود خودش و دستیابی به اعتماد به نفس باید به یکی دیگه گیر بده و نگاه تعصب‌وار خودش رو هی تحمیل کنه؟ خب طبیعتا این برمیگرده به این برمیگرده به اون تربیت خانه و خانواده. خانم خانواده منو به چه صورت تربیت کردن؟ کودکی من به چه صورت بوده؟ آیا من شاهد خیانت ها بودم؟ آیا شاهد دروغ و پنهانکاری بودم؟ آیا دائما به من گفتن همه بدن؟ آیا اعتماد به نفس منو از من گرفتن؟ اینا همه دشمن سازی و بدبین کردن دیگه. این برمیگرده به دوران کودکی من، که من با چه خانواده‌ای و در چه محیطی بزرگ شدم که دیدگاه من نسبت به جامعه و نسبت به همسرم یه همچین دیدگاهیه. چون ما فقط آقایون رو نداریم که تعصب دارن، ما بسیار خانوم های خیلی زیادی خانوم ها که بله خیلی تعصب بانو
خواهش میکنم شما اجازه بدین نوبتی که شما شد سوالاتون رو مطرح کنین که بانو میترا صحبت کنه. خواهش میکنم بفرمایید بانو. سپاسگزارم. چون اینجوری حواسمون پرت میشه، میریم یه دفعه پرت میشیم به یه جای بحث دیگه. حالا در ادامه سوال شما، متاسفانه زمانی که من توی همچین محیطی بزرگ شدم نمیتونم تشخیص بدم و همیشه یک ترس و واهمه از دست دادن دارم. و زمانی که من در خانه بزرگ میشم که به من میگن غیرت داشته باش، چون این کلمه غیرت خیلی خطرناکه، چه از نظر ملی‌گرایی و نژادپرستی بخوایم نگاهش کنیم، چه از نظر دینی مذهبی و سیاسی و خانوادگی فرهنگی، بسیار بسیار خطرناکه. چون تعصب انسان رو کور میکنه، تعصب انسان رو کر میکنه، نمیتونه ببینه و نمیتونه بشنوه و حتی وقتی میبینه میگه نمیبینم، چون شدیداً وحشت داره که از خودش سوال بکنه یا اون افکار گذشته‌اش و باورهای گذشته‌اش رو زیر سوال ببره. برای اینکه دینش بهش گفته فقط همین کتاب، اصلا حق سوال کردن نداری، همینی که میگن باید بشنوی. و وقتی هم که وارد زندگی زناشویی میشم، متاسفانه من گرفتار همچین معضلاتی میشم، حالا با همسرم، چه زن باشم و چه مرد، اجازه ندارم که خودم فکر بکنم، همیشه با همون تحمیل ها باید تحویل بدم. بعدش هم که میخوام ازدواج کنم، مثلا همون ابتدای ازدواج من میگن مادر مواظب زنت باشا، یا مادر مواظب شوهرت باشا، گرگا ریختن. آخه این گرگا همه جا هستند، چرا باید من از گرگ بترسم اگر خود من میدانم در برابر گرگ چگونه باید بایستم؟ اینجاست که ما گرفتاری همچین معضلات و مصیبت‌های فرهنگی میشیم و بعدش هم در ابتدا بیمارگونه زنای ما لذت میبرن و بعضی از آقایون، ولی بیشتر خانم‌ها لذت میبرن در دوران دوستیشون که نامزدشون یا دوست پسرشون تعصب از خودش نشون بده، بگه تو مال منی، تو فقط مال منی. زمانی که من مال میشم، کالا میشم و بعد در کنارش لذت میبرم از اینه که به من میگه بپوشون، اون سینه ها مال منه، اون بدن مال منه، هیچ کس حق نداره نگاه کنه. و بعد زمانی که تو خیابون داریم راه میریم، خیر 4 نفر دیگر رو میگیره به خاطر من و بعد میاد میگه به خاطر اینکه دوستت دارم تو مال منی، و من نادان بیشور لذت میبرم از اینه که چقدر پس منو دوست داره و با دیگری کتک کاری کرده، خبر ندارم که فردا اون دست بر روی من بلند میشه. اینجاست که من دارم تشویق میکنم، من حقوق خودم رو نمیشناسم به عنوان یک انسان، حالا چه پسر باشم چه دختر فرق نمیکنه. زمانی که دوست دخترم داره با حسادت بیش از حد داره کنترلم میکنه، دائما با تعصب بیش از حد داره کنترلم میکنه و من در ابتدا لذت میبرم برای اینکه به نوعی توجه بر من، اگر از کمبود توجه هم میام که خب این دیگه منو سرشار میکنه و شیدام میکنه، ولی بعد اون وقت وارد زندگی زناشوییمون که میشیم، حالم ازت به هم میخوره، حالم از این غیرتت به هم میخوره. اینجاست که دیگه بعضی وقتا too late، خیلی دیر شده، برای اینکه پرده ها دریده شده، حال دیگه نه من برای تو هم، نه تو برای من. و اینجاست که مسیر طلاق کم کم خودش رو نشون میده متاسفانه. من عذرخواهی میکنم برای اینکه یه مقدار بحثمون پرید جای دیگه، ولی به بسنده میکنم، اگر سوال دیگه داشتین نکیتون هست. من تمنا میکنم که اگه دوستان سوالی دارن اجازه بدن نوبتشون که شد صحبتشون رو بفرمان، سوالشون رو بکنن، برکه میگردیم عزیزی که مورد سوال قرار گرفتن جواب میدن. خب من فکر میکنم بانو تهرانی با ما نیستن، تشریف داریم بانو تهرانی، چون قراره که برگردن به ما بپیوندن. بله در خدمتتون هستم. خب بسیارم خوشحالم. صحبت نمی کنیم در مورد تعصب و شما صحبت هایی در مورد نقص عضو و به خاطر همین تعصبات، کمبودها، بی‌اعتمادی ها کارهایی رو انجام میدن، در قسمت به اصطلاح زوج این کارا رو انجام میدن. آیا به زعم شما کمبودها در زندگی، ببینید بانو تهرانی عزیز، برگردیم به خانواده، پدر مرد سالاره، مادر قربانیست، مجبور گوش بده و این حرفای پدرتو گوش کن، پدرت صلاحتو رو میخواد، اون عشق و محبتی رو که یک دختر باید در خانواده بگیره یا بالعکس پسر باید در خانواده بگیره، شاید به اون صورت نباشه که گرفته باشه. بعد که میان به مرحله بلوغ میرسند، میخوان که عشقشون یا طرفی که بهش علاقه مند شدن این عشق رو نشون بده.
عشق رو به عنوان تعصب میبینن. تو مال منی، به کسی نگاه نکنی، تو فقط باید مال من باشی. کمبودهای عاطفی آیا باعث تعصب میشود یا خیر؟ بله مطمئنن یکی از شاخه هاش باید، یکی از دلیل هاش باید همین مسئله باشه که کمبودهای عاطفی تأثیرش در آینده این تعصبات خواهد بود. چون یک فرد، یک پسر یا یک دختر حتی فرق نمی کنه، وقتی که در خانواده مورد کمبود عاطفی هست، مورد تحقیر هست و اون نیازهایی که احساس میکنه باید داشته باشه همیشه سرکوب میشه در سنین نوجوانی، جوانی، وقتی با یک فرد دیگری آشنا میشه یا اسم اون تعصبات رو میذاره عشق و علاقه و یا به خاطر شدت عشق و علاقه خودش چشماش رو خیلی از مسائل میبنده یا برای خیلی از مسائل توجیهایی رو تو ذهن خودش ایجاد میکنه که خب همه اینا برمیگرده به همون عدم اعتماد به نفسی که از کودکیش نشأت گرفته، مشکلات عاطفی، کمبودهای عاطفی که در خانواده یکی از نتایجش، یکی از بازدهی‌هایی که خواهد داشت همین مسئله هستش که این فرد در زمانی که وارد جامعه میشه و قراره که یک مسیر رو خودش طی بکنه و کسی کنارش باشه، حالا چه خانم چه آقا، مطمئنن اون کمبودها اینجا خودش رو بیشتر و واضح‌تر میتونه نشون بده و میخواد که نشون بده و مطمئنن همونطور که جناب رحیمی فرمودن در کشور ما بیشترین علت این مسئله بحث قوانین اسلامیه، چون در قوانین اسلامی هستش که دختر بی اذن پدر نمیتونه ازدواج کنه، بی اذن پدر نمیتونه هیچ کاری انجام بده، نمیدونم زن وقتی که همسرش رو از دست میده قیم و همه حق و حقوق بچهش اول مال پدر بزرگی بعد مال عموه و خودش کمترین حق و حقوق رو، حالا در اون مسائل قانونی در چه جایی به چه صورت، همه اینا دلیل بر این میشه که خود اون قانون و خود اون فرهنگ و سنتی که در اون جامعه وجود داره یه چیزایی رو عرف میکنه. حتی یه خانواده ممکنه خیلی خانواده خوبی هم باشن از نظر خودشون که نمیخوان سختگیری بکنن، میخوان که بروزتر باشن، ولی این بروز بودنشون رو میان بر اساس اصول قانونی، فرهنگی و سنتی که دارن و قانون و سنت کشور ما هم که در حال حاضر اسلامگرایی و اسلام هستش که مرد سالاری حکم میکنه و زن جنس دوم هستش. پس در نتیجه بازدهی که اتفاق میفته تحقیر هستش، توهین هستش، سرکوب هستش. در خیلی خانواده حتی برای پسرهامون همین اتفاق میفته، کمبود روابط عاطفی هستش، اون احساس امنیتی که باید در خانه و خانواده یک فرد از پدرش، مادرش، خواهر و برادرش داشته باشه، تمام اینها در نوجوانی و جوانی پناه آوردن به سمت کس دیگری میشه که حالا تمام اشتباهات، تعصبات، نگاه های کورکورانه و اون حسای مالکیت رو روی عشق و علاقه و دوست داشتن و اینکه من لذت میبرم از اینکه طرف مقابلم نگران من هست، من رو دوست داره، من براش بی تفاوت نیستم، یا دقیقا برعکسش، من طرف مقابلم رو دوست دارم، نگرانش هستم و عاشقش هستم و میخوام که مواظبش باشم. میشه توجیهاتی که برای نگاه های اشتباه در یک رابطه، در یک مسیر درست زندگی اتفاق میافته. سپاسگزارم از توضیحاتتون. بانو آرامیس، در مورد تعصب خارج از ایران صحبت کردید. من هم با شما موافقم. این سفرهایی که از ایران به اروپا یا آمریکا میکنن 2 ساعت، 4 ساعت یا 6 ساعت نیست. 30 سال است. 30 یا 40 سال فرهنگ پیشرفت است. در کشور سوئد هم ما داریم کسانی که میان اینجا و ازدواج کردن یا میکنن، بعد مرد به دلیل همون که شما اشاره کردید اون قدرتی رو که در ایران داره، حالا نیاز نیست رئیس جایی باشه، شاید یه فرد عادی باشه که شغلش رو از دست داده، به کشور خارج میاد، شغلی نداره، خیلی راحت زنها میتونن به کلاس‌های مختلفی که براشون گذاشته میشه مثل خیاطی،
آشپزی، کامپیوتر و مسائل امثال هم میتونن بپیوندن و سرگرمی پیدا کنن، ولی آقایون هم به خاطر غرورشون هم به خاطر اینکه این مسائل نیست براشون، یه حالت تنهایی پیدا میکنن و این تنهاییشون رو با تعصب، بی‌اعتمادی بر سر خانومهاشون خالی میکنن. حتی نشون داده در این کشور که بنده زندگی میکنم، مادی از نظر مادی هم زن نمیتونه اون حقوق رو داشته باشه. حتی به مسائل سوسیال یا امور اجتماعی میگن که پول رو یه جا به حساب ما بریز، ما تقسیم میکنیم. و اون زن شاید در طول ما نتونه یک مبلغ بسیار کمی هم داشته باشه که اگر چیزی دلش خواست بتونه بخره یا شخصی برای خودش داشته باشه. این گونه مسائل در کشور خارج هم وجود داره. شما اشاره درستی بهش کردین و کلن این عقیده شما، این دیدهای ضعیف، مردی که در منزل، در خونه، در خدمت پدر و مادر اعتماد به نفس، عشق و محبت رو آموخته، چگونه میتونه بیاد کشور دیگری و اینقدر بی اعتبار و بی اعتماد بشه؟ خب با توجه به اینکه اولا من خیلی عذرخواهی میکنم که بین صحبت خانم میچاکوفک سوالم رو مطرح کردم. خواهش میکنم. و اینکه الان اوایل صبح هست به تایم من 6:33 دقیقه. خیلی عذر میخوام اگه نویز مزاحم داریم، ولی که درسته. دقیقا یک مردی که توی ایران تمام شرایط ایدئال، اصلا توی محیط استیبل خودش، حالا هر کجای دنیا یک مردی از کشورهای عربی، یک مردی شرایط ایدئالش رو داره و بدون هیچ گونه کلکیولیتینگ و محاسبه‌ای از ایران میپره میاد بیرون، میاد توی کشوری فقط به اسم این که یک شرایط بهتری رو تجربه کنه و با این عشق و این امید و این دیدگاه که نه من میام اونجا ترقی میکنم و اینا، و میاد به هیچ کدوم نمیرسه. کارش موقعیت ساشیلش رو از دست میده و مطمئنن اینجاست که اوقاتی به وجود میاره، همونطور که تو بحث خانم ویدای عزیز هم گفتین، عقده هایی که به وجود میاد و الان باید این اوقات رو ارضا کنه. اگه نکنه خیلی از بیماری های سایکو و خیلی از بیماری های فیزیولوژیک واقعا سراغ طرف میاد و تنها راهی که میمونه انتظاراتش رو ببره بالا. انتظاراتش رو خب نمیتونه از اون گاورمنت و دولتی که اونجاست بخواد که مثلا حالا خلاف قوانین، مثلا واقعا شرط بخصوصا برای مرد ایرانی که تو ایران فضا باز دارن اینجا ندارن، خب خیلی یه مقدار سخت میشه. خب نتیجه چی میشه؟ خب من اومدم اینجا، خب حالا خانمم داره کار میکنه، اون همینطوری فضا محیط از هم دورتر میشه، محیط زن یک محیط ساشیالیتی خیلی باز با فعالیت‌های زیاد، ولی محیط مرد یک محیط بسته سرشار شده از تنفر، حسادت‌ها و شروع میشه به بحث تعصب. خط قرمز تعیین کنم، خط قرمز تعیین کنم، این ساعت باید خونه باشه، خط قرمز تعیین کنم، اینجا نری اینجا بری، خط قرمز تعیین کنم، این بپوشی این نپوشی، خط قرمز تعیین کنم، غذای من کو، تو به عنوان یک قانونی که حالا خیلی از مردها خودشون میدونن وقتی هم به داخل خارج ایران نداره، زن یه کوکر، یه سراشپز توی خونهشون. خب حالا با توجه به اینکه حالا داری مثلا کمک میکنی، اوکی دست درد نکنه، تنکفول، ولی این وظایف سنتی کجاست؟ بدون کلکیولیتینگ کردن شرایط و اوضاعشون در حالت فعلی آداپته نشدن. مسئله ما آداپته نشدن مرد هاست که آداپته نمیشن، میان یک راهی رو شروع میکنن و متاسفانه پایان این راه ضربه به خودشون، ضربه به خانوادهشون و پایه چیزی که با عشق شروع کردن. و به قول شما یک کسی که هیچ گونه عقده‌ای نداشته، عشق رو بهترین حالت ممکن هم دیده هم تجربه کرده، اما خارج ایران چه اتفاقی میفته؟ تنها حالا من این سوالا رو بعدها میپرسم، ولی تنها راهی که میمونه برای درمان این معضل تعصب اینه که ما یعنی به شخص اینو توصیه میکنم و از همه میخوام، به شخصه میخوام که اگه ممکنه یه وقتی یک راهی رو شروع میکنید، چه ازدواج، چه مهاجرت، چه هر چیزی، اصلا یک کار، یک موقعیت رو میخوای به دست بیاری، قبلش لطف کنین، دو آرویوش، دوراندازش رو، همه چیش رو
برای خودتون روی سفره بریزین یه نقشه پلن بچین که الان من دارم میرم این همیشه با خط سبز نیا جلو، با این پرچم های سبزی که میاریم بالا، من میرم اونجا شرایطم بهتر میشه، من میرم اونجا وضع زندگیم بهتر میشه، محدودیت ها کمتره. نه بگو حالا 1% هم که نشد، چون اگه همون 1% هم شما به خواسته هات نرسی، باید یک جوری اینا میشه عقده و باید یک جوری یا اینا رو از ذهن در بیاری. حالا تخلیه بار روانی شو چی میشه روی بحث خانوادت که بیشتر بخواد راه میان. معلومه که دیگه همسری که 30 سال باهات زندگی کرده، 20 سال باهات زندگی کرده، 10 سال باهات زندگی کرده، ازت بچه داره، مجبوره باید راه بیاد. خب تنها راه و چاره‌ای که این وسط میمونه اینه که سازش، اما تا به کجا؟ آخرش میریم به سمت چی؟ آخرش تحقیری های زیاد باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث تنها چیزی که باعث میشه و این به قول شما حقوقی نداره این خانم، استقلالش رو از دست میده و همینطور عدم پایا پای گردی مرد همراه بزنش با این باری که دارن دو تنه به دوش میکشن و مطمئنن زیر این بار بیشتر خورد میشه. و وقتی که زن هم به اندازه همونطور که من اذیت میشم، خب تو هم اذیت شد، تو هم خط قرمز من قبول کن. خب وقتی که به اینجا میرسن آف کورس، خب خانم هم بالاخره یک جایی صبری تموم میشه و راه طلاق خودش رو میاره بالا، ولی ما میخوام اینجا کمک کنیم، یک دوراندازی رو، یه افقی رو در دیدگاه همه نمایان کنیم که وقتی میخوان یک راهی رو شروع بکنن بدون تعصب و با دیدن دورنماها شروع بکنن، حالا چه زندگی مشترکشونه، چه زندگی این ایمیگریشنشونه، هر چیزی که هست، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما یه نقشه‌ای که میسازی همش خوشبینانه نباشه، با نکات بدبینانه هم به راحتی کنار بیای و با همدیگه کنار بیای، با نقشتون برین جلو، همیشه به امید اون برگ سبزا و اون رسپکت ها نباشی. شاید یه جایی آن رسپکت شدی، پذیرش نشدی، حالا میخوای چی کار بکنی؟ همیشه اگه نمیگم منفی نگاه بکنی، اما با در نظر گرفتن آن ساکسیفولی ها بیایم ببینیم زندگی چه شکلی میشه، نه اینکه به اونا برخوردیم حالا ببینیم چه شکلی میشه. همیشه این نگاه من خانم ارشادی عزیز، خیلی عذر میخوام بابت اون مسئله، همچنان زنده باشی، مهربانی. من متوجه میشم نظر شما این است که سیاه و سفید دیده نشه، رنگ خاکستری رو هم در این دیدمون داشته باشیم. ممنونم. اما آره خب شما جانم بفرمایید. آها میخواستم بگم خب الان اگه شما مثلا یکدم سیاه رو ببینین همش ناامیدی و این باعث میشه که آدم ناراحت بشه، اگه سفید رو ببینیم سیاه ها میان وسط، ولی اگه رنگ متعادل، رنگ خونسای خاکستری رو ببینیم و تا ابد با همین رنگ بریم جلو، مطمئنن اونقدر ضربه نمیخوریم، چه از ناکامی ها و آنسکسفولی هامون، چه از موفقیت هامون اونقدر خوشحال نمیشیم، چون خوشحالی زیاد هم سرمستی و شیدایی میاره که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه نرسیدن به خیلی از چیزهایی که فکرمون این ماین دنبالش میگرده. حالا ریمایند کردنش دیگه به مادن. خیلی عزیز. گذارم نازنین. جناب رحیم، جامعه بیمار داریم. جامعه‌ای داریم که داریم از تعصب و بی‌اعتمادی بسیاری از مردها صحبت میکنیم. به زنشون میگن اگر که بری بیرون خطرناک، مردم بهت نگاه میکنن. حالا اکثرا به خود زنم میگن شاید تو هم یه مقدار دلت میخواد که این عذر میخوام هرزگری رو داشته باشی، محدودش میکنن. ولی از جایی که زن هرگز نمیتونه محدود باشه، اجازه بدیم برگردیم به اون قسمت بیمارگونه. عاشق میشه، شوهری که مرتب تنبیهش میکنه، مردی رو میبینه که ازش به اصطلاح بهش اون عشق رو، محبت رو میده، حالا عشق هم که نده، محبت رو میده، توجه رو میده، و زن با این مرد به اصطلاح راهی پیدا میکنن برای اینکه بتونن با هم گفتگویی داشته باشن، رابطه‌ای داشته باشن. مرد میفهمه و این تعصب مرد باعث کشتار زن یا یک اتفاقای ناگواری میفته. دلم خواهد در این مورد اگر میشه چه قانونی، چه نظر خودتون رو برای ما بفرمایید. ببینید خانم ارشادی، بذارید یک چیزی رو اول بگم. من مرد، من کیارش، تا وقتی که خودم در یک جمعی وقتی حاضر میشم
نگاه هم نگاه معناداری به زنهای اطرافم نباشه. تا وقتی من خودم یک آدم به بیان و تعبیر عامه‌هیز نباشم. آفرین. چون بعضی از این مردها همچین آدم رو نگاه میکنن، حالا شما که زنید، من یه موقع احساس میکنم من احساس نامن، من خودم احساس ناامنی میکنم، وای به اون زنی که اونجا هست از دست این آقایون. یه موقعی اینقدر بد تو همین متروی استکهلم چند روز پیش اینقدر یه آقای بد داشت به یه خانومی نگاه میکرد، من احساس میکردم اون خانوم که هیچی، الان منم تو ذهن این یه نقشی دارم بازی میکنم. تا وقتی که ما این ذهنیت رو داریم، من فکر میکنم مردی که این کارا رو میکنه، بذارید اینجوری بگم، مردی که این کارا رو میکنه خودش سرآمد هرزه های دنیاست. این نظر منه. وگرنه هیچ وقت آدم تا یه چیزی نباشه نمیتونه فکر بکنه که شاید دیگری اون چیز باشه. غیر از این خانم دکتر؟ دقیقا درست میگین. متاسفانه همونطور که منم گوشزد کردم، متاسفانه زمانی که من به خودم اعتماد ندارم، به چشم‌ها و احساس خودم اعتماد ندارم، همه رو به یک چشم میبینم و همونی که خودم هستم. بله میفهمیدید در رابطه. بله خواهش میکنم. عرض کنم که ببینید قانون آخه خانم ارشادی ببینید، یه چیزی ما داریم وقتی داریم حقوق میخونیم، میگن بعضی قوانین وجود داره اما قوانین متروکه. قانون متروک یعنی چی؟ یعنی قانون وجود داره ولی جامعه بهش اقبالی نشون نداده و انقدر عرف اومده خلاف این قانون عمل کرده که این قانون تبدیل به یک قانون متروک شده و عمل کرده جامعه و عرف، ولو اینکه 180 درجه با این قانون فرق میکنه، اونه که قانون میشه، اونه که ملاک قرار میگیره. خب در جامعه ای که مرد میتونه 4 زن عقدی دائم و 99 زن صیغه موقت داشته باشه، در جامعه ای که من میدیدم که زن شوهردار و مرد زندار، حالا خانوم منشی این آقا بود، به عنوان اینکه دارم با رئیسم برای کنفرانس میرم، با هم میرفتن مالزی، با هم میرفتن تایلند و با هم روابط داشتن، این روی قضیه هم هست آقا، اینم فراموش نکنیم. بسیار بیشمار دیدم، بیشمار، یعنی این فاجعه است. حالا خانم تهرانی که در دادگاه خانواده ایران بودن، تهران بودن فکر میکنم، میتونن شاید گواهی بکنن سخنان من رو، من بیشمار آقایونی رو دیدم که با مادر خانومشون در ارتباط بودن، خانومهایی رو دیدم که با پدر شوهرشون در ارتباط بودن، خواهر برادرهایی رو دیدم که با هم در ارتباط بودن ولو این که ازدواج کرده بودن. یعنی این فساد، این بی اخلاقی، ارمغان اسلام و جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته گریبان گیر ما شد. ولی قانون ما چی میگه؟ قانون ما اولا ببینید، خیانت به صرف تلفنی صحبت کردن ثابت نمیشه و مسائل این دست از این دست وقتی در دادسرا مطرح میشه، معمولا بازپرس ها و دادیار ها میگن شما دنبال بهانه ای برای طلاق هستید و بهتره که این رو پیگیری نکنید و این اتفاق میفته، بارها شاهدش بودم. اما باز در همین قانون میگه که اگر مردی وارد منزل میشه و میبینه که زنش با یک مرد اجنبی در حال نزدیکی هست، مرد میتونه دردم هر دو نفر اینها رو بکشه و هیچ دیه‌ای بر عهده‌اش نیست و اصلا عملش قتل محسوب نمیشه، یعنی قتل ناموسی. خانم تهرانی شما صحبتتون رو بفرمایید، ایشون برمیگردن. بفرمایید. بله عرض میکنم که ببینید با همین دید اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، در واقع میبینیم که مسئله خیانت که یک بار یک برنامه مفصل ما راجع بهش صحبت کردیم،
در اینجا قدم میذاره. این که تو مال منی، بله، تملک خواهی خصیصه ذاتی انسانه و نمیتونیم بهش خلالی وارد بکنیم، اما ما نمیتونیم مالک کسی بشیم. و این باز بر میگرده به همون مسئله ازدواجی که من گفتم، من مهریه پرداخت کردم پس پول تو دادم. ببینید معنیش اینه دیگه، مهریه دادم، تو مهریه داری، یعنی من پول تو دادم، خریدمت. وقتی خریدمت پس مال منی، وقتی مال منی منم که تعیین میکنم با کی بری با کی بیای، چی کار بکنی و چی کار نکنی. من فکر میکنم ما میتونیم جامعه به این سطح از آگاهی برسه که این قوانین رو تبدیل به قوانین متروک بکنیم و یک عرف قوی رو جایگزین بکنیم تا اینکه جمهوری اسلامی بره و قوانین اصلاح بشه و قوانین جدید که قوانین برابر باشه جایگزین بشه. سپاسگزارم از توضیحاتتون. البته همزمان با قوانین باید روانکاوان، روانشناسان این آموزش رو بدن به جامعه که اصلا عشق چیست. شما اشاره درستی فرمودید، معنی ازدواج چیست، در ازدواج چه چیزهایی رو باید ملاک عمل قرار بدیم. اینها مسائلی است که همه باید به جامعه تزریق بشه به وسیله روش‌های درست و آموزش‌های درست. بانو میترا بابک عزیز، عرض می کردم که باید به جامعه یاد داد که وقتی که بی‌اعتمادی وجود داره، تعصب از بی‌اعتمادی، آگاه نبودن در هر زمینه‌ای به وجود میاد. ولی الان می‌بینیم جامعه ما چه در خارج چه داخل ایران، خیلی از این به اصطلاح روشنفکران ما تعصباتی دارن که باز هم جامعه را قوی‌تر می‌کنن، حالا در رشته‌های گوناگون. نظرتون در این رابطه چیه؟ چگونه مردم میتونن از این تعصبات بگذرن در زمانی که می‌بینن کسانی که بهشون اعتقاد دارن، حالا به قول ما 4 تا کتاب بیشتر خوندن، اونها هم متعصبن؟ بانو میترا بابک، ببخشید بلندگی من بسته بود. متاسفانه نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از تحصیل کرده های ما همچنان با تعصب آنچنانی به مسائل فرهنگی خودشون، خانواده و عقیده و دین و یا حتی اون مسئله ملیگرایی. حالا من خوشبختانه این تور جهانی که قراره بریم برای نرب خشونت در این موردها کاملا خیلی عمیق صحبت میکنم، چون بسیاری از ما اون جریان تعصب ملیگرایی رو خیلی بهش افتخار میکنیم و رگهای گردنمون رو بسیار برافراشته میکنیم و فخر میفروشیم به خود و دیگران که من افتخار میکنم که نژاد پرستم، من افتخار میکنم که دین پرستم، من افتخار میکنم که ملی پرستم. این پرستشه که خانم ارشادی ما رو بیچاره کرده. حالا چه من روشن فکر به اصطلاح تحصیل کرده با 4 تا مدرک این چنین صحبت بکنم، چه انسان بی سواد که البته من سواد رو به 4 تا مدرک نمیبینم، سواد و شعور واقعا اون ورقه نیست، بلکه اون زندگی که من دارم میکنم و دیدگاهی که به زندگی خودم دارم، به جامعه خودم و به جوامع دیگه دارم، بزرگترین دانشگاهش برام. و زمانی که ما میبینیم متاسفانه بزرگان ما، چه بزرگان دینی و چه بزرگان سیاسی، چه بزرگان اجتماعی و همچنین استادان دانشگاه و تحصیل کرده ها و بزرگای خانواده، وقتی با تعصب صحبت بکنن، این خانه خانه ی تعصب است و من رو متاسفانه دچار تعصب میکنه، چون یاد میگیرم میآموزم که تعصب کاری کاملا کمون و معمول است و باید هست. یعنی من باید تعصب از خودم نشون میدم. من در بسیاری از تو اینستاگرامم، فیسبوکم، همه جا که پست میکنم، این کامنت هایی که میاد کاملا متوجه حال و روز مردمم میشم در کشور خودمون، که چقدر حتی نسل جدید ما چقدر گرفتار این تعصبه و چقدر هنوز علمی نمیتونه نگاه کنه. مثلا شما نگاه کنید، این برمه، پادشاه برمه کشور خیلی خیلی کوچیکیه، من میگم بهش که داعش کرواتی،
نگاه کنیم که چجوری دستور داده که همجنسگراها نباید فقط اعدام بشن، بلکه باید با سنگسار کشته بشن و دوزها هم بعد دست و دست و پاشون قطع بشه. شما نگاه کنیم ببینیم، فاجعه رو نگاه کنیم. این تعصبه. زمانی که یک پادشاه یک کشوری همچین دستوری رو میده، وای به حال مردم آن کشور که حالا بعد تحت یه همچین قانونی و یه همچین فرهنگی بیمارگونه. خب وقتی که من اینو پست کردم خانم ارشادی، میدونین که به عنوان ریسرچر تمام کامنت ها برای من ریسرچه، نگاه کردم به کامنت ها، دیدم وای به حال ما که هر کدوم ما به نوعی داعش کور متعصبیم. بسیاری، باور کنین تعدادشون کم نبود، اومده بودن که البته سنگسار غلطه ولی اعدام اینا رو باید این چنین کرد باهاشون، یعنی همجنسگراها و دیگر باهاش‌ها رو. خب زمانی که ما می‌بینیم که حتی نسل تازه ما، نسل جدید ما انقدر متعصبه، برمیگرده به اون نظامی که حاکمه، برمیگرده به اون نظام خانه و جامعه و سیاست اون کشور، چون نقش بسیار حساس و بسیار اساسی داره هر ستای اینا، چه خانه و چه جامعه، چه معلمین، چه آموزش پرورش و چه سیاست اون کشور. زمانی که 40 سال گذشته از جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی و همچنین با داشتن میدیا، با داشتن تمام این رسانه‌هایی که زیر دست جوان‌ها هست، نسل جدید هست، هنوز نسل جدید نمیتونه دیگر باش رو بپذیره، اینجاست که فاجعه یک جامعه رو ما باید واقعا عمیق در نظر بگیریم و ببینیم که این تعصب کورکورانه چها که نمی کنه. اما در جواب سوال بسیار مهم شما، همین رسانه هاست، یعنی خانه باید تغییر کنه، خانه قبل از خانه من، ولی این منی که به عنوان پدر و مادر یک خانه هستم باید تغییر بدم، شستشو بدم این مغزهای خشک سال خودم رو، برای اینکه این مغز من خشک شده و آبیاریش نکردم، باید با مطالعه و با آگاهی رسانی به خودم آبیاریش کنم. جور دیگری باید دید، عینک رو بردار، نگاهت رو وسیع کن. زمان من پدر و مادر هم تغییر میکنه، جامعه وقتی تغییر میکنه، سیاست یک کشوری وقتی حکومت دموکراتیک میاد وسط، طبیعتاً میتونه کار رو بسیار سخت‌تر و آسان‌تر بکنه. و من در آینده ایران اگر یک حکومت به واقع دموکراتیک اومد رو سر کار، من نگران نیستم، برای اینکه یک حکومت دموکراتیک میتونه در عرض 10-15 سال خیلی حرکت‌های بزرگ فرهنگی و دوباره سازی فرهنگی برای همون جامعه بیمار ما داشته باشه، ولی فقط و فقط به شرط اینکه دموکراسی رو یاد بگیریم، بیاموزیم، حکومت دموکراتیک داشته باشیم، حقوق خودمون رو بشناسیم، اون وقتی که نباید نگران باشیم. در غیر این صورت بسیار نگران کننده است این تعصبات متفاوت که هنوز در جامعه ما و در تک تک وجود ما نهادی نشده. سپاسگزارم بانو از توضیحاتتون. بله، ما خیلی کار داره، مملکتمون برای ساخته شدن بسیار کار داره. البته کار داشتن به محض اینکه آموزش و پرورش متعهدی به روی کار بیاد، رسانه های متعهدی به روی کار بیان، این عمل بسیار سخت نخواهد بود، چرا که مردم ایران متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، خیلی سریع شکل می گیرند و شاید بعدها در سالهای آینده خیلی جا داشته باشد که یاد بدن به همه اینقدر سریع به هر وضعی، حالا خوب یا بد، شکل نگیری، یه مقدارم تفکرات خودتون رو دخل بدید در این صحبتهایی که می شنوید، در این آموزشهایی که می گیرید و ببینید به قسمتی که شما می اندیشید چگونه می تونید این رو فکر کنید و باب اون عقل و میل شماست، البته میل خارج از اون محدوده تعصب. سپاسگزارم. بانو ویدا تهرانی عزیز، اگر از شما بپرسم تعصب قسمت مثبتش رو برای ما تعریف کنید، شما در این مورد چه خواهید گفت؟ واقعا فکر نمی کنم که تعصب نگاه مثبتی داشته باشه.
چون وقتی میگیم تعصب یعنی که من قراره بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگری، هیچ موقعیت دیگری، هیچ نوع نگاه منطقی دیگری بر عقیده خودم پافشاری بکنم و سعی کنم که اون عقیده خودم رو به کرسی عمل بنشونم. فکر نمی کنم که بشه گفتش که تعصب میتونه که بود مثبتی داشته باشه. هر جور که بخوایم نگاه کنیم، تعصب فرهنگی، تعصب نژادی، تعصب مذهبی، تعصب سیاسی، هر گونه ای که ما بخوایم تعصب داشته باشیم، متاسفانه یک دیوار دفاعی بزرگ میکشیم که اجازه نمیدیم هیچ کس از اون رد بشه و هیچ راه نفوذی براش وجود نداره. خود واژه تعصب از نظر من نوع مثبت یا ویژگی مثبتی رو نداره. درود بر شما. حالا اگر این سوالم رو اینگونه مطرح بکنم، به زعم شما تعصب و مرزبندی فرق اینها رو در چه میبینید؟ تعصب و مرزبندی، ببینید وقتی که از مرزبندی مثلا بخوایم صحبت بکنیم، خب یک موقع چیزهایی در یک جامعه کوچکی مثل خانواده، در یک جامعه، در یک فرهنگ، خب یک، نمیخوام تایید بکنم، ولی به هر حال یک سری اصول اخلاقی ممکنه وجود داشته باشه که اون افراد، اون خانواده یه مرزی رو برای اون ارتباطات و روابط و مسائل پیرامونشون ممکنه مشخص بکنن. حالا اینکه چقدر اون مرزبندی ها درست هستش، منطقی هست و نگاه سالمی درش هست، بحث متفاوت میشه. تا اینکه اگه قرار باشه اون مرزبندی ها باز هم نگاه تعصبی و کورکورانه داشته باشه و مرزبندی های غیر منطقی و ناسالمی باشه که خب همون بود رو به خودش میگیره. اگر بخوایم با خود تعصب این رو مقایسه بکنیم، بستگی به اون نوع سلامت روانی و بلوغ فکری افراد داره که اون مرزبندی براشون چه معنی پیدا میکنه. اینکه من به عنوان یک خانواده مرز و حریم خصوصی رو دارم که برای اون مرز و حریم خصوصی احترام قائل هستم و سعی میکنم که بدون ایجاد موانعی برای رشد خانوادم، رشد فرزندانم و بدون تعصب حد و حدود و مرزی رو برای حریم خصوصی خانوادم مشخص بکنم که بتونم آرامش بیشتری رو داشته باشم، خب دو تا چیز متفاوت هستن. شاید بشه گفتش که مرزبندی خیلی بهتر از تعصبه. ولی اگر که نه، من این مرزبندی من همون نگاه متعصبانه میشه که چون ما این هستیم، چون من اینجوری فکر میکنم، چون خانواده من این هسته، چون من میخوام از خانوادم محافظت کنم، رفت آمدها باید به این گونه باشه، آداب معاشرت باید به این گونه باشه، آدمها رو من باید مشخص بکنم و تمام موارد باز برگرده به همون سمت سوء تعصب و اسمشو بذارم که نه، این مرز خانواده من هست، حریم خصوصی من هستش، فقط بخوام با واژه ها اسم رو عوض بکنم، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و هر جفتشون یک بار منفی رو دارن که نتیجهشون جز اتفاقات و حوادث بد و ماجراهای دردآور چیزی نخواهد بود. سپاسگزارم بانو ویدا تهرانی عزیز. بانو آرامیس، چقدر در مورد تعصب سواد، اطلاعات، تجربه میتونه تأثیر گذار باشه؟ بانو ارشدی عزیز، صداتون قطع و بست میشه. و تعصباتی که ما داریم، الو صدا ما داریم؟ الان صداتون خوبه، بفرمایید. صدا ما داریم؟ الان صدا شما که ما انسان ها اگه سواد، تجربه رو داشته باشیم، به نظر من سواد بیشتر برای ما غرور میاره و غرور همیشه اسمش با تعصب همراهه. حالا نمیدونم خانم دکتر میترا بابک چقدر حرف منو تایید میکنن، ولی من این شکلی فکر میکنم. همیشه یک شخصی که یک سری مدارک رو، 4 تا کلاس دانشگاهی رو رفته، همیشه که یک غروری و یک تعصبی رو که نه کاش که با این اسم خطاب بشم، کاش که من این جایگاهو دارم، پس همسرم باید اینچنین باشه.
من اگه یک قاضی دادگستریم همسرم نباید با این پوشش بره بیرون. خب پس با این اوصاف نمیتونیم بگیم که هر کجای دنیا، من اصلا بحثم درباره ایران نیست، بحث من درباره عزیزانی که خارج از ایران دردی رو میکشن، در این حالت میتونم بگم که واقعا نمیشه گفت که چطور و به چه شکل. خانم دکتر میترا بابک، واقعا این سوال از شما دارم، ممکنه برای من یه مقدار صحبت بکنین در این رابطه؟ بله، اجازه بفرمایید ما بحثمون رو ادامه بدیم که حرف تو حرف نیاد و موضوع تغییر نکنه و حتما این رو بپرسیم. اگر که نشود در هفته های آینده این کار میکنیم، چون اگر که نازنینم سوال از هم بکنیم مثلا از بحث چون امروز، چون که ایشون هم همینو گفتن که افرادی که با سوادن و چهار کلاس دانشگاهی دارن وضعیت متفاوت دارن، در صورتی که سواد ما انسان ها به سواد دانشگاهی تحصیلات آکادمیکمون نیست. اکثرا میشه گفت سواد ما میتونه ناشی از تجربه هم باشه، چه بساییم که این تو دنیای ما این ثابت شده که مثلا یک فرد با سواد ترجیحاً نیاز نیست که یک فرد با مدارک دانشگاهی بالا، چه حالا پی اچ دی چه لایسنس یا پست پی اچ دی حالا هر چیزی که هست داشته باشه، این فرد میتونه یک با تجربه و با مطالعات باشه. من الان خودم تو رشته‌ای که دارم درس میخونم بارها شده که از یک همکار من که اصلا فیلد متفاوتی از من تحصیل میکنم، مثلا فیزیولوژی یا هر پارت دیگه از این بحث خیلی گسترده پزشکی، میپرسن که از مثلا از من یک بحثی رو میپرسن، میگم خب خیلی چیزا رو من نمیدونم و هیچ تعصبی رو این ندارم که بگم من میدونم. اول باید این تعصب رو بذاریم کنار که من همه چیز رو نمیدونم با هر سطح سوادی، حالا چه اونی که پروفسوره، چه منی که مثلا مدرک در حده مثلا پزشک عمومیه، چه اونی که مدرکش از من بالاتره، چه هر کس دیگه. خب ما نیاز نمیدونیم که همه چیز رو بتونیم. ما باید اینو توی فرهنگ، حالا هر کجا که هست، not important for location، هر کجا که هست ما باید اینو نهادینه کنیم برای خودمون که نیاز نیست همه چی رو بدونیم و اجازه بدیم گاهی با تجارب و افکت و فیدبک های دیشین و اینکه فکر نمی کنم مثلا خیلی مواقع میشه که برای تعصبات گاهی اگه ملایمت های که از محیط دریافت میکنیم برای آروم کردن ما، از کائنات دریافت میکنیم، وقتی که داریم تو اوج خشم یک تعصبی یک جوری میگیم که مثلا من فلان کس فلان جا هم، من فلان مدرک رو دارم، تو میخوای چی بگی؟ وقتی که تو وجود احساس میکنی که نه درسته، یه چیزی داره به من میگه که تو مغزم داره میگه که اینقدر مطمئنی، به این اینقدر مطمئنیه یه کم نگاه بکنیم. همیشه سواد ما و تجربه هامون اونقدر تکمیل نیست که بتونه روابط اجتماعی ما رو تنظیم کنه. گاهی ندایی در اون نگاه کائنات و نگاه دگراندیشانه میتونه خودمون رو توی جایگاه شخص مقابلمون بذاریم. ببینیم آیا واقعا میتونیم با این چیزایی که تخمین میشه، این همیشه به من کمک کرده. واقعا وقتی که مثلا از یکی یه چیزی رو میخوام و برمیگرد به هم میگه یه ردلاین میدارجون هر چیزی بهش فکر میکنم که درست میگه، شاید واقعا اگه منم جای اون بودم این چیزی رفتار میکردم، ولی حالا موقعی که داره تعصب غالب میشه به ما و من فلان کسم، همسرم مثلا بشین ظرف بشوره، بشین از خونه اینجوری بره بیرون، زن میشه دیگه نمیشه نگاش کرد، یا مرد، من فلان کسم، مردم میره تو پارتی بره، این همه مرد واقعا یه همچین مردی دیگه لیاقت زندگی رو نداره، بعد کلن دساخت بشه. اونجا رو نگاه کنیم و به این توجه بکنیم که آیا من که دارم این حرفا رو میزنم، خودم اگه تو جای شخص مقابلم بودم میتونستم دفع میارم با این حرف یا خورد شدم میشکستم. اگه همیشه ندایی درون ما خالب و گویای رفتارهامون باشه، حالا هر چیزی، شاید با فیدبک های خیلی درستری که ما از محیط و کانال دریافت میکنیم خیلی راحتتر ما رو آروم کنه و آبی باشه به آتش تعصباتی که زندگی ما رو به هم میریزه، زندگی افراد اطرافیان ما رو به هم میریزه، حتی زندگی خود ما رو به سمت
سمت فنا و نابودی میبره. چی بهش میگن؟ این فضا رو به ما نشون بده که خیلی نیاز نیست درگیر تضاد سطح اجتماعی، سطح سواد، سطح تجارب. من 50 سال زندگی کردم، من 60 سال زندگی کردم، من اینجوری در این حالت اصلا درست نیست. گاهی موقع باید تو 60 سال زندگی کردی، خیلی کار خوبی کردی، ولی الان هم باید نگاه اطرافیان تو ببینی، ببین زندگی با شخصی که مثلا اینقدر تجربه داره خب راحت هم نیست، ولی سخت هم میتونه نباشه، به شرط اینکه شخص همیشه نگاه اطرافیانش هم جای خودش بذاره. به عبارتی همیشه پشت ماشین دیگران بشین بعد حرف بزن. من همیشه اینجوری فکر میکردم، فکر میکردم اگه قراره یه ویویو داشته باشم، یه همیشه از سلف لوک نگاه نکنم، همیشه برم این آدر لوک بشینم و ببینم خب من الان اونجا نشستم، یک شخصی که داره جانب من مورد سرزنش قرار میگیره، آیا من میتونم تحمل بکنم یا نه؟ آیا میتونم تحمل بکنم که حرف زور بشنوم؟ آیا میتونم تحمل بکنم که برام تعیین تکلیف بشه، برام یک حدی مشخص بشه؟ نشه. میتونم تحمل بکنم؟ شما خودت میتونی تحمل بکنید و تا چه حد؟ خیلی اتفاقایی که برام میفته خارج از محدوده موقعیت مکانیمون ناشی از هم گسیختگی تحمل و رد کردن حد صبر آدم هست. بله. و اینکه این میتونه گاهی به این سمت پیش بره که ما به سمت تصمیم‌های سریع مثل طلاق، مثل جدایی، مثل قهر، مثل دعوا و حتی دعواهایی که سر همین مسائل من بوده دیگه. خب مثلا همسری فوت شده، من اینا رو شنیدم، حتی چه ایران خارج از ایران، خب بحث ما فرامرزیه، شنیدم و بعدن هم به من گفتن که مثلا همسر فوت شده، میگن که حالا که تو بیوه شدی با این تعصبات خانوادگی ما خانواده مثلا فلانی هستیم، خانواده ما خیلی پیشینه و تجربه و اینا داره، حالا تو برای اینکه از خانواده ما خارج نشی بیا فلان کس ازدواج کنی. این چقدر درده، این چقدر تحمیله. حالا همین چه بسان که همین آقای مهندسی که سیویل انجینیری که آقای کیارش معرفی کردن و داستانشون رو برای ما بازگو کردن که با سطحی از سواد که مهندس یک مملکت برگشته مثلا که اینجوری نگاه میکنه، البته خب دیدگاه یک فرد میتونه چند بُعد داشته باشه، های دفینیشن به فرادی افادش زیاده، میتونه از کودکی و تربیت و تا خیلی چیزای دیگه باشه. چه بسا اینکه شخصی این چیزها رو دیده و تجربه کرده و به عبارتی زخم کشید. از یک خاطره خودم تعریف میکنم، یک خانومی توی یک تاکسی نشست و تا دید که آقا کنارش نشسته گفت ممکنه من بیام جلو بشینم، شما بیاین عقب، و اون آقا ناراحت شد. ولی بعد این ماجرا از اون مردی که پشت نشسته بود تو بک آف درایورز فرچی که بود نشسته بود برگشت گفت که تو احساس بعدی نداره که همچین برخوردی با تو کرد؟ گفتش نه، چرا اشتباه حالت بعد داشتم، شاید این زن همون کسی بوده که این رفتار بدی با یه فرد با موقعیت من داشته و یه رفتار کاملا طبیعی نشون داده. حالا ما همیشه جوری فکر میکنیم که میگیم که اگه مثلا هرچند که باید نگاه ها تحصیل بشه، باید ما کورکشن داشته باشیم. کاملا درسته، با شما موافق هستم، سپاسگزارم، وقتمون داره تموم میشه، خیلی ممنونم. همه چیز رو همه کس نمیدارن، ما باید بدونیم اونهایی که میدونن صحبت بکنن، اونهایی که میدونن بی مدرک، کسانی که بی سوادن مشکلات خودشون رو دارن، اونهایی که سواد دارن ادعا دارن مشکلات خودشون رو دارن، ولی باید بگیریم که همه چیز رو همه کس کم سوادی زیاد نمیدونه، با همون سواد اندکش میخواد زیاد بگه. من میدونم کم سوادم نسبت به خانم دکتر میترا بابر، نسبت به تجربه آقای کیارش و خانم میدا. الو جانم، دارم گوش میدم. بله، کم سواد
همونجور که اشاره کردین مشکل نیست. اون مشکل جایی است که آدم کمی میداند و میخواد جا پای کسی بذاره که میدانه. بسیار سپاسگزارم جناب رحیمی عزیز. در رابطه با ارق خانوادگی و تعصب، دختر و پسری رو میدوزن، شکنجش میکنن، پول میخوان، حالا یا پول هم نمیخوان، بالاخره به نوعی اذیت میشه، مورد آزار قرار میگیره، یا نه همسایه با همسایه دعوا میکنه یا مشکلات دیگری، میگن این ارق خانوادگی رو نگهدار و دیگه با اونا قطع رابطه کن و نگاهشون نکن. این رو با تعصب شما چگونه میبینید و مقایسه میکنید؟ من متوجه نشدم، یعنی موضوع قطع ارتباط با دیگران رو؟ مثلا خانواده شما با همسایتون دعواشون میشه، خانوم شما با خانوم همسایه دعواش میشه، میان میگن دیگه نباید با این رفتار کنی، براتون مرز میذارن، تعصبی که اگر همسایه دیدی دیگه بهش سلام علیک نکنی. این رو، این مرزگذاری، این اختلاف ها رو، حالا به طور مثال همسایه رو عرض کردم، شاید در اجتماع وسیع تر باشه، این رو با مسئله تعصب چگونه میبینید؟ والا نمیتونم دقیق راجع به این موضوع اظهار نظر بکنم، چون من از خانواده میام که همیشه به ما یاد دادن که اگر ما با هم مشکلی داریم، این مشکل مشکل شما نیست، شما وظیفه دارید که به بزرگترتون احترام بگذارید. و بارها پیش میومد، خب به هر حال در عالم همسایگی این اتفاقا میفته، پدر مادر من با همسایه ما مشکل داشتن، اما همیشه پدر مادر من میگفتن که شما وقتی میبینید باید سلام کنید، باید احترام بگذارید، این مشکل به شماها ارتباطی نداره. ولیکن ببینید، اینها رفتارهای انتقام جویانه ای هست که از اعراب و تازیان اسلامی به ما رسیده. خون در برابر خون، چشم در برابر چشم، اینها رو زیاد داریم دیگه. بله. اینها در واقع میراث اون زندگی قومی قبیله‌ای هست که اعراب داشتن و بعد با ورود، چون ببینید اسلام، فقط اسلام وارد ایران نشده، با حمله اعراب به ایران در سال 621 میلادی دو چیز وارد ایران میشه، یکیش اسلامه، یکیش فرهنگ اعراب اون زمان هست. حالا این که من میگم اعراب، یه موقع همیهنان عرب ما ناراحت نشن، من دارم راجع به اون کسانی صحبت میکنم که در اون زمان در منطقه‌ای که 100 سال پیش، 150 سال پیش به اسم عربستان سعودی نامگذاری شد صحبت میکنم. بنابراین این فرهنگ در کنار اون دین به ما وارد شد و یه پرونده‌ای من یادم اومد، خانم ارشادی، من یک موکلی داشتم، جزو اولین پرونده هایی بود که من کار کردم روش و خیلی هم سخت کار کردم روش. پرونده ببینید، شاکی پدر یک دختر بچه 8 ساله‌ای بود که کاندیدای شورای شهر یکی از شهرهای اطراف تهران بود، یکی از شهرهای بزرگ اطراف تهران بود و متهم هم یکی دیگر از کاندیداهای شورای شهر بود و طرح دعوا شده بود، شکایت کودک آزاری کرده بودند و در ایام اوج تبلیغات و انتخابات موکل من در بازداشتگاه به سر برد و نتونست کاری بکنه و اون سال نتونست به شورای شهر بره، با اینکه ایشون عضو شورای شهر بود و رفتنش حتمی بود. این پدر در واقع اومده بود دختر 8-9 ساله خودش رو خرج کرده بود، پای این دختر رو به دادگاه و دادسرا باز کرده بود و چیزهایی رو به این دختر آموزش داده بود که من در تمام اون مدت، حتی من خاطرم هست ما از در شعبه دادگاه که آمدیم بیرون به پدرش گفتم توف بر تو که این بچه چطور میخواد با این چیزهایی که در این روزها تجربه کرده بقیه زندگیش رو ادامه بده.
که تو به دختر بچه 8-9 سالت آموزش میدی که این من رو توی موتورخونه یک گوشه گیر انداخت و میخواست شلوار من رو در بیاره و از پشت با من، اصلا دختر بچه 7-8 ساله پشت میفهمه، جلو میفهمه. آخه این ببینید، این اینها هم همه دخیله ها، یعنی وقتی ما داریم صحبت میکنیم از یک کشوری، ببینید انقدر بیهوبی، یعنی جمهوری اسلامی آنچنان کرده با ما که ما کلن همه چیزمون رو از دست دادیم. یه موقعهایی واقعا آدم میگه ای کاش همون تعصبه برگرده، باز حداقل یه زمانی اینا یه ارزشایی داشت، الان دیگه هیچی ارزش نیست، از همه چیز خرج میکنن، از همه چیز خرج میکنن. اینه که بله، بسیاری از خانواده ها این کار رو میکنن، این کار اشتباه هست. هر کس با هر کسی مشکلی داره، خوب داره برای خودش، به من ارتباطی نداره، به بچه من ارتباطی نداره، کما اینکه اگر چند روز دیگه ما هم بچه دار بشیم، چه من چه همسرم به بچه‌ام خواهیم گفت که اگر ما با فلان کس مشکل داریم، شما موظف هستی که احترامت رو به اون شخصی که بزرگتر از شما هست بگذاری و مشکل ما به شما هیچ ارتباطی نداره. همون مسئله قدیمی که شاید بشه گفت در حد وسیع‌تر، میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، همون مسئله قدیمی هست. ولی اجازه بدید من از یک کیس دیگه ای صحبت بکنم که این روزها خیلی باهاش درگیر هستم، با اینکه مدت‌ها هست از ایران بیرون هستم، اما تلفن من کماکان زنگ می‌خوره از داخل کشور و با هم صحبت می‌کنیم. از آقایی که تعصب روی خانواده‌اش داره و داره همسرش رو بیچاره می‌کنه با این تعصباتش. از آقایی صحبت بکنم که همسرش رو جلوی خانوادش سکه یه پول میکنه، شوخی های نابجا میکنه، و اگر توهینی از جانب خانوادش به این خانوم میشه و این خانوم اعتراض میکنه به همسرش که چرا خواهر تو مثلا به من اینجوری میگه، میگه که تو چرا اینقدر دنبال بهونه ای، خواهرمه، خب حالا یه شوخی باهات کرد. در صورتی که خانم ارشادی، ما میدونیم، من اینجا میخوام این رو واگذار بکنم به سه عزیز دیگر، آیا اگر من همسر برم با همسرم در یک جشن جمعی بشینم و به همسرم بگم که چرا داری مثل گاو میخوری، و بعد خواهر من برگرده به همسر من بگه که بابا دور از جون گاو، این آیا شوخیه یا توهینه؟ کدومه؟ و بعد این آدم با توجه به این که اسلام ناب محمدی طلاق رو حق من مرد میدونه، با توجه به این که قوانین ما همونطور که گفتم ریشه در فقه داره، حالا این خانم به خاطر این تغییرها بخواد طلاق بگیره، نمیتونه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه مصادیق اسر و حرج ضرب و شتمه، یعنی حتی اگر این خانم در گوشی هم بخوره، نه، باید یه جوری کتک بخوره که سیاه و کبود بشه، حالا خدای نکرده اتفاقای آنچنانی برای اون خانوم بیفته، تا بتونه عسر و حرج رو ثابت بکنه و بخواد طلاق بگیره. چون در بسیاری از موارد آقایون به خاطر اینکه مهریه رو پرداخت نکنن، میان و میگن که مهریه رو تقسیط میکنیم، طلاق نمیدیم. و این مسائل، ای وای، انقدر خانم ارشادی، انقدر دردناکه. توی اون راهروهای دادگاه‌های خانواده وقتی آدم میره یک چیزایی رو میبینه، یک چیزایی رو میشنوه، واقعا میمونه به کجا رسیدیم، ما به کجا رسیدیم و چی شد، چی شد، اون مردم کجا رفتن. متاسفم، واقعا متاسفم، چقدر من متاسف خوردم. البته علت سوالم رو جنگ خانوادگی، یعنی همسایه، محله، به این دلیل پرسیدم که جنگ‌های دعواهای قبیله‌ای قربانیان زیادی گرفت.
دختران نوجوانی رو دادن به قبیله دیگر که شاید آشتی و صلح بشه، بدون اینکه در یک جمع غریبه و باید با مردی زندگی کنه به عنوان همسر که نمیشناستش و سالها به عنوان دشمن ایل خودشون قلمداد کردن. تعصب‌های قبیله‌ای در این مورد رو مد نظرم بود. به هر صورت این مسئله تعصب و مسائل مختلف دیگر رو حتما در برنامه‌های آینده ادامه خواهیم داد. خب بانو دکتر میترا بابک عزیز جنبندی بفرمایید. من کلامم رو تموم بکنم، ببخشید. خواهش میکنم. ببینید، این همین نگاه ابزاری به زن و نگاه تملک مرد بر خانواده، خواه همسرش باشه خواه فرزندانش باشه، و به طریق اولا، یعنی به طریق اولویت، تسلط رئیس خانواده و رئیس قبیله بر افراد اون قبیله باعث میشه که بیان زندگی یک فرد رو قربانی بکنن برای صلح خودشون. کما این که در یک پرونده بسیار مشهوری که حالا بعد از برنامه من خدمت دوستان خواهم گفت کدوم پرونده و کدوم چیز، ولی در رادیو نمیگم، ما به یک شخصی میگفتیم آقا نکن، میگفت نخیر، فلان کسک که رئیس فرقه ما هست گفته که تو نگران نباش، اگر گرفتنت، اگر کشتنت، من خودم زنت رو صیغه میکنم و دخترت رو بزرگ میکنم، و چه کسی بهتر از او. حالا بعد از برنامه اگر دوستان موندن من میگم چه کسی رو دارم میگم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. بانو میترا بابک عزیز کوتاه جنبندی بفرمایید که برنامه رو ببندیم. سپاسگزارم که گفتین کوتاه. عذر میخوام، من مجبورم. کار درسته کردیم برای اینکه باید کوتاه صحبت کنیم. من از خودم صحبت میکنم البته. جنبندی، امیدوارم که هر لحظه‌ای که بیدار میشیم به خودمون فکر کنیم، به افکارمون فکر کنیم، به احساسمون فکر کنیم و به رفتارمون فکر کنیم و نظر کنیم و یک تغییر و تحول بسیار بزرگی به این افکار و احساس و رفتارمون بدیم و هیچ تعصبی رو برای خودمون نگه نداریم. هیچ تعصبی رو، من به هیچ تعصبی اعتقاد ندارم و نمیپذیرم، به امید آن روز که تک تک ما به همچین رشد و نمو احساسی، فکری و رفتاری برسیم. ممنونم بانو. و اما بانو ویدا تهرانی عزیزم، شما هم یک جنبندی بفرمایید کوتاه. خواهش میکنم. من هم امیدوارم با توجه به اینکه حالا زندگی به این شکل هست، آدم ها در این روز در این لحظه با نگاه های اشتباه و روش های اشتباه دارن زندگی میکنن و دنیای اطراف ما پر هست از این قصه های دردآور، تعصبات کورکورانه و تفکرات اشتباه. امیدوار هستم که هر کدوم از ما، هر کس به نوبه خودش، بتونیم تغییراتی رو در خودمون ایجاد بکنیم و اگر والدین هستیم تلاش کنیم برای اینکه فرزندان سالمتری رو، سالمتر روانی رو، سالمتر تربیتی رو تحویل جامعه آینده بدیم که شاید این تفکرات و این عقب ماندگی های فکری و این تعصبات کورکورانه هرچه که جلوتر بریم در نسل‌های بعدی بهتر و بهتر بشه و بتونیم خانواده‌ها و آدم‌های سالم‌تری رو داشته باشیم. باید از خودمون شروع بکنیم و باید اول از همه به خودم رجوع کنم برای اینکه بتونم قدم درستی بردارم برای اطرافیانم، وگرنه نگاه به دنیای اطراف و اینکه خب نمیشه، هر روز بدتر از همینی که هست خواهد بود. درود بر شما، کاملا با شما موافقم. سازندگی باید ابتدا از خود فرد شروع بشه. ممنونم ازتون. بانو آرامیس خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید. والا بحث من بیشتر حول این بود که چه کار کنیم که چه اتفاقهایی افتاده برای عزیزان
بدون اینکه کجا هستن و چه شکلی فکر میکنن. من تعصب رو به شکل یک تفکر مفهوم در هر رابطه نگاه میکنم. غرور رو هم به همین شکل که هر جا که اسمش میاد احساس ترس میکنم، چون میدونم غرور تعصب با خودش به همراه داره و تعصب چه‌ها با خودش به همراه داره. امیدوارم هیچ جا غرور و غیظی که تو وجود ماست تبدیل به تعصب نشه و این رو به فرزندانمون یاد بدیم که هیچ چیز نمیتونه باعث بشه که ماها خودمون رو اونقدر بالا ببینیم، اونقدر خودمون رو باد کنیم که ترکیدن این خود باعث بشه که همه رو پرت کنیم به عقب یا همه رو از هم متفرق کنیم. این ترکیدن میشه نقش همون تعصب ما رو داشته باشه یا متعصب بودن ما رو در هر زمینه، چه حالا میتونه هر زمینه ای باشه دیگه. شما خودتون دفینیشن های زیادی براش مطرح میکنید و میگین، ولی من این موضوع باز میذارم که افراد خودشون تعصب رو توی هر جا بذارن یک نتیجه رو میده، نتیجه بدی داره. و خواستم یک جمع‌بندی بکنم در بحث اول، بحث در رابطه با اون خانواده هایی بود که مهاجرت میکنن و مهاجرتشون به این شکل زندگی هاشون از همین پاشونه و علتش هم تعصبی که باز به وجود میاد توی همسران، حالا چه مرد چه زن، و این میتونه نشون دهنده این باشه که ما خود درست یک مسیری رو که اومدیم و بررسی نکردیم. خواهشان وقتی یک مسیر رو بررسی میکنید خوب و بد رو نبینید، با هم ببینید، خوب رو ببینید، بد رو ببینید و از هر دو تا یه ریزولت بگیریم. ریزولتشن خیلی مهمه، ولی ما همیشه یک راهی رو که میخوایم بریم اینقدر به انرژی های مثبت، افکار مثبت فکر میکنیم که افکار منفی رو نمیبینیم و متاسفانه تا به خواسته هامون نمیرسیم شروع میکنیم به تخریب. حالا تخریب زندگی و تخریب روش های مختلفی داره که یکیش همین تعصبیه که من توی بحث اولم بهش پرداختم. شما هم خیلی 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 دربارش بحث کردین، نمونه ها رو گفتی، نمونه که گفتم امیدوارم شخصی که اینو برای من گفته باشه ناراحت نشه. همون دو سه مورد این شکلی داشتم و اسمش رو نبردم. امیدوارم برای عزیزانی که حالا مسئله پیش اومده که اومده، ولی عزیزانی که میخوان شروع به راه داشته باشن، چه بسا اینکه بازار ایمیگریشن هم الان به ما پیوستن زیاد شده، با این اوصاف دوست دارم که همه جانبه این مسئله رو نگاه کرده باشن و شروع کنن و این مسیر رو خاکستری اگه بریم جلو، همیشه اگه میانه رو باشیم به مقصد میرسیم. تند یا کند هیچ وقت نمیتونیم کاملا به مقصد برسیم. همیشه هم تعصب از یا تند روی بوده. بعدی کاملا موافقم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب شهید. شما هم یه جمع باشین. جناب رحیمی، خانم ارشادی اجازه بدید که من فقط با یک بیت شعر تموم میکنم، چون عرض کنم که چون که نوروز هستش این شعر رو تقدیم میکنم به تمام بانوان ایران. ایران زمین که میگه رنگ حناست پایت یا که خون عاشقانت، رنگ حناست پایت یا که خون عاشقانت، از خون توان گذشتن، پای تو در میان است. ما به زودی این تغییرها رو خواهیم داشت و امیدوارم که دیگه محملی نداشته باشه که بخوایم راجع به این مسائل پیش پا افتاده صحبت بکنیم. بدرود میگم با شما. سپاسگزارم از بانو دکتر میترا بابک عزیز، از بانو ویدا تهرانی عزیزم، از بانو آرامیس نازنین و مرد قانون برنامه‌مون جناب رحیمی و همه شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودید. وظیفه یک رسانه این است که آن چیزی رو که باید جامعه بداند از طریق فرهیختگانی که امروز دعوت کردیم به سمع شما برسونیم. امیدوارم که مورد اثر و مورد تاثیر برای شما قرار گرفته باشه. اطلاعات و آگاهی همیشه سازنده زندگی بهتری خواهد بود. در برنامه‌های دیگر از زوایای مختلف به طلاق خواهیم نگریست و نتیجه‌اش رو شما عزیزان با ما باشید، منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های غروب یک رویا، همه شما رو به خداوند عشق،
محبت و خرد می سپارم. خدا نگهدار تک تک شما باد.